بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، و امروز که روز 9 خرداد 1393 معادل 30 می 2014 هست و امروز هم روز اول شعبان اعلام کردن هست، در خدمتون هستیم. یکی از سوالات اصلی که در واقع مطرح هست و بیشتر شاید بشه گفت ایتیست ها این رو مبنای رد وجود خدا مطرح میکنن، مسئله شر هست. من سوال رو از روی نوشته ای که اینجا آماده کردم از قبل براتون میخونم. با توجه به وجود انواع مظاهر شر در عالم از جمله نقایص و عیوب در موجودات، اتفاقات طبیعی که منجر به مصیبت ها و گرفتاری ها برای نوع بشر یا سایر موجودات بیگناه میشود، وجود ظلم و نابسامانی هایی که به گونه ناعدلانه حتی کودکان بیگناه را قربانی میکنند و چه بسا آنان را از کودکی با بی اخلاقی و تربیت بد مواجه میکنند، و وجود نقص و ابهام در راه هدایت و رستگاری تا جایی که میان نوع بشر اختلاف نظر شدید درباره مسیر سعادت و رستگاری وجود دارد، چگونه ممکن است خدای کامل و مهربان و دانا و توانا با آن مشخصاتی که به طور خاص دین اسلام معرفی میکند وجود داشته باشد ولی اقدامی بنیادی جهت رفع این شرور و جایگزینی آنان با خیر انجام ندهد؟ پس چه بسا یا خدایی وجود ندارد یا این خدا آنچنان که ادعا می شود مهربان و خیرخواه نیست؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم و آقایون و از آقای دکتر موسوی هم تشکر میکنم بابت این جلسات چالش برانگیز مبارک. فکر میکنم اگر این سنت گفتگو و نقد علمی در میان ما رشد بیشتری پیدا بکنه، شاهد ارتقای دانش و معرفت دینی در جامعه‌مون خواهیم بود. سال شر یه سال تاریخیه، تازه مطرح نشده، قدمتش به قدمت تفکر انسانی برمیگرده. قدیمی ترین منابعی که ما در مورد شر در دست داریم برمیگرده به اپیکور از دوران یونان باستان. شبهه‌ای که مطرح کرده همینطور به شکل‌های مختلفی تقریر شده تا به دوران ما رسیده. در فلسفه اسلامی مسئله شر یه فصل مشبعی رو، فصل گسترده‌ای رو تشکیل میده. از زمان افلاطون و ارسطو مسئله به گونه‌ای مطرح شده، بعد وارد فلسفه ما شده و فلاسفه ما هم از فارابی و ابن سینا گرفته تا سهروردی و ملا صدرا بهش پرداختن. نوع مسائلی که امروز داره مطرح میشه به عنوان به اصطلاح براهین عدم وجود خدا، میتونم بگم برای یک حکیم مسلمان تازگی نداره. و اگر مبانی حکمت اسلامی درست تبیین بشه میشه به بسیاری، حداقل اگر نگم به تمام این پرسش ها، حداقل به بسیاری از اونها میشه پاسخ متقن و محکم داد. شاید مستوفاترین و گسترده ترین جایی که الان من در ذهنم هست که مسئله شر رو بهش پرداخته، صدر المتعلهین ملا صدرای شیرازی در کتاب بسیار مشهورش اسفار الاربعه باشد. و مبانی مختلف، رویکردهایی که تا زمان خودش در مورد خیر و شر وجود داشته مورد بررسی قرار داده و کوشش کرده به مشکلاتی که اون دوره بوده پاسخ بده. در دوران، در فلسفه مدرن هم از زمان دیوید هیوم باز این مسئله شر تقریرهای گذشتش به شکل امروزی تر مطرح شده. و در میان، در فلسفه دین که یک رشته نسبتاً جدیدی هست که در مورد چرایی ادیان بحث میکنه، شاید قوی ترین کسی که درباره شر بحث کرده برایان مگیست. این شبهات رو تقریر کرده، دستبندی کرده و ارائه کرده و امروز وقتی میخوان در مورد شر بحث بکنن شاید مهمترین فرد ایشون باشه. در مقابلش باز در میان فلاسفه مدرن آلوین پلانتینگا هست که
این هم آمده به این مسائل شر پاسخ داده و اثبات کرده از دیدگاه خودش که آنچه که به عنوان برهان شر بر عدم وجود خدا اقامه شده برهان تمام نیست و خداوند هم قدرت مطلقه دارد، هم لطف و رحمت فراوان یا مطلقه و تمام این مسائل رو میشه پاسخ داد. میخوام بگم که مسئله شر نه اختصاصی به اسلام داره، یعنی مشکلی برای مسلمانانه، بلکه در فلسفه غرب هم به شکل مفصلی مطرح شده. هر دو سوش هم گوینده و شنونده داره، یعنی عده‌ای از فلاسفه چه در میان مسلمانان چه در میان غیر مسلمانان فلواقع برهان شر رو کامل دانستند و در نتیجه متمایل به عدم وجود خدا شدند. از اون سو هم عده فراوان تری شاید از اون قائل شدند که این براهین تمام نیست و ادله وجود خدا به جای خودش باقی است. شر رو اگر بخوایم به شکل امروزی تر تقریرش بکنیم، میشه حداقل دو گونه شر رو دستبندی کرد. حالا تا سه تا هم ذکر کردم، ولی فکر کنم تو بحث ما سوالی هم که مطرح شد ناظر به همین دو گونه شر باشد. یک دسته شر بهش میگن شر طبیعی و دسته دوم بهش میگن شر اخلاقی. شر طبیعی یعنی آن چیزی که فارغ از وجود انسان، فارغ از اراده انسان در طبیعت و در جهان وجود دارد. برای مثال همین مواردی که الان تو همین چند سال اخیرم اتفاق افتاده، من و شما شنیدیم، مثلا سونامی، زلزله، طوفان، سیل، اینجور مواردی که اتفاق میفته و خب فرض کنید شب خانواده های خوابیدن، هیچ خبرم ندارن، از دنیا میرن. برخی از اینها مثلا والدین از دنیا میرن، بچه ها باقی میمونن، یا آوار فرو میریزه و در نتیجه بسیار افراد بیگناه کشته میشن. اگر خدا مهربان است، اگر خدا توانایی دارد، چرا جلو مثلا سونامی رو نمیگیره؟ چرا جلو سیل رو نمیگیره؟ چرا جلو آتش فشان رو نمیگیره و این مشکلات رو برای مردم ایجاد میکنه؟ بسیاری از این قربانیان این شرور طبیعی انسان‌های بیگناهی هستند و مستوجب و مستحق این مشکلات نیستند. پس یا خداوند به اصطلاح قدرت ندارد جلو این امور رو بگیرد، یا اینکه به اصطلاح خلاصه خیلی عوامانه بخوام صحبت کنیم، ککش نمیگزه، این بندگانش دارن جلوش از دنیا میرن و هیچ دخالت نمیکنه. این میشه شر طبیعی. شر اخلاقی یعنی آن چیزی که اراده انسانی در آن دخیل است، کارهای زشتی که انسان‌ها انجام میدن، قتل، شکنجه، تجاوز، ظلم، انواع مختلفش که هست. فرض بکنید اگر میبینیم جایی افرادی الان مورد ظلم قرار گرفتن و اینها دعا هم میکنند، ولیکن ظلم ادامه پیدا میکنه و اون افراد که بیگناه هم هستن مثلا زیر شکنجه کشته میشوند، چرا خدا کمکشون نکرده؟ پس این که خدا کمک نکرده یا نیست، یا این که به اصطلاح عطوفت ندارد، محبت ندارد، رحمت ندارد و این صفات حسنه که دینداران نسبت میدن ندارد. یا مثلا فرد بیگناهی، زن بیگناهی مورد تجاوز قرار میگیره، چرا خدا نمیاد کمکش بکنه و به اون متجاوز اجازه میده که این فعل غیر انسانیش رو انجام بده؟ این دلالت میکند پس اگه خدا بود نباید این اتفاق میفتاد. یا خشکسالی صورت میگیره از هر دو نوعش، حالا خشکسالی یا این که به واسطه مثلا چپاول منابع کشوری عده زیادی از بچه ها، از افراد بیگناه تحت گرسنگی قرار میگیرن. خب اینا دارن از بین میرن، نیازمند لقمه نانی هستن، یا از خشکسالی، از تشنگی دارن از بین میرن، چرا خدا نمیاد کمک بکنه؟ پس خدا نیست. هرچه که انسان خودمدارتر میشه
و به عواطف و احساساتش توجه بیشتری میشه، احساس میکنه که پس من تنها هستم، کسی بالای سر من نیست، کسی حواسش به من نیست، پس خدایی نیست. در زمان بیماری های مطلب باز بیشتر میشه. اگر فرض کنید انسان خودش بیمار باشه یا اینکه یکی از بستگانش بیمار باشه، یه دعا میکنه خدایا مثلا اینو شفا بده، خب گاهی وقتا شفا پیدا نمیکنه و وقتی که میبینه میگه که مگه من دعا نکردم؟ خب چرا تو کمک نکردی؟ چرا این رو بهبودی ندادی؟ تو که میتونستی. پس یا نیستی یا نمیخوای. اگه نیستی که خب میشه اثبات میشه دیگه، اگه نمیخوای پس میشه خدای سنگدلی هستی، پس باز این وسط قرار میگه. میشه گفت این برهان بیش از اون که به لحاظ فلسفی قوی باشه، حداقل به لحاظ عمومی خیلی جذابیت داره. یعنی ساده ترین دلیل به زمانیست که انسان تحت رنج بهش رنجور میشه از یک پدیده‌ای، حالا چه پدیده طبیعی چه پدیده انسانی، وقتی رنج میکشه اون وقت ساده ترین سوال اینه که بگیم که پس نیست، پس خدایی نیست. من کوشش کردم که حالا تا اینجای بحثم یه تاریخچه رو اشاره کردم، بعدم همچی شبهه رو تقویت کردم که معلوم بشه خیلی چیز ساده ای نیست، یعنی باید بهش توجه کرد. ایتیستا یا حالا این واژه هم خوششون نمیاد، بگیم ملحدان محترم یا بگیم بیدین ها یا هر چیزی، خدا ناباوران به هر صورت غیر دینداران، ادعاشون اینه که مهمترین دلیلی که وجود داره بر عدم وجود خدا همین برهان شره و این کمر دینداران رو شکسته و اگر راست میگید بیاد جواب بدید. خب حالا ما کوشش میکنیم که از طرف دینداران محترم به خدا ناباوران محترم پاسخ بدیم که مسئله به این شکلی که شما ذکر میکنیدم نیست. مشکل اساسی سر تلقی است که ما از خدا داریم. یعنی میخوام بحث رو از دو بحث مفهومی شروع کنم. یکی شر و خیر و شر رو که به کار میبریم منظورمون چیه و شر چیست، و دومین نکته اینه که خدایی رو که ما میگیم هست یا نیست چه خداییست. راستش رو بگیم، من میخوام تعارف رو بذاریم کنار. برخی از این براهینی که حالا الانش برهان شر مطرح شد، مطالب دیگری هم خود در مورد حوزه خدا ناباوری مطرح میشه، این ادله بیش از آن که نافی وجود خدا باشه در درجه اول نافی یک خداشناسی ضعیف است. خداشناسی که مبتنی بر معارف دوران پیشامودرن است. خداشناسی که فی الواقع قوت فلسفی نداره. یه روی کردی تو تاریخ اسلامی، تاریخ شرق هست، میگه علیکم به دین العجائز، میگه بر شما باد به دین پیرزنان. حالا خصوصیتی نداره، منظور یه استدلالی که میره سراغ یه پیرزنی داشته نخ میریسیده، میگه خدا هست، میگه خب اگه من این چرخو نچرخونمش خدایی نیست، پس حالا که من میچرخونمش معلوم میشه که حرکت هست، پس این بدون من نمیتونه باشه، پس جهان هم باید یه چرخنده‌ای داشته باشه اسمش خدا. این میگن هر فرد عامی هم متوجه میشه. واقعش و پیشرفت علوم به جایی رسیده که با این مباحث و این تلقی های ساده، توجه های ساده نمیشه به این شبهات پاسخ داد. خداشناسان متعلهان میباید اندیشه فلسفی و علمی خودشان را ارتقا ببخشند، دیگر کنند تا بتونن به اینها پاسخ بدن. کسی که داره تو قرن 21 زندگی میکنه که نمیتونه با فرض کنید فلسفه یا علومی که مال دوران قرنها گذشته است و به هیچ وجه تقویت نشده و گاهی وقتا اصلا به گوشش هم نخورده پاسخ بده به این مسائل. حالا این یک مسئله. میخوام بگم که ما نیاز داریم که به این معارف جدید توجه کنیم. اما این مسئله خاص از ابتدا مورد توجه انسان بوده، مورد توجه همه متفکران بوده و نکته اساسی اینه که تو برخی از تقریراتش من توجه میکردم به خصوص تو زبانهای اروپایی
میگن برهان شرق برهانی علیه خدای انجیل خیلی به دل من نشست. یعنی میخوام بگیم که اگر شما یا این خدای مسیحی میتونیم بگیم این علیه خدای اسلام هم هست، نمیخوام بگم این شبه رو اونا نمیتونن پاسخ بدن. برخی از متفکرین که پاسخ دادن مسیح هستن، پاسخاشون پاسخ خیلی محکمی، من پاسخ رو میپسندم، پاسخ درستیه. میخوام بگم اولین نکته همون اینه که منی که آمدم، فرض بکنید حالا یه دکترای علوم تجربه گرفتم، فیزیک، شیمی، مهندسی، هر کدوم ریاضی گرفتم، الهیاتم هم باید متناسب با دانش تجربیم رشد کرده باشه. اگر نکرده باشه نمیتونم به این مسائل پاسخ بدم، نه تنها الهیاتم بلکه فلسفه این هم باید رشد کرده باشه. بسیاری از این مشکلاتی که پیش میاد مال ناهماهنگی این سه حوزه است با هم دیگه. ما هر کدوممون یک برداشتی از دین و خدا و آخرت و پیغمبر داریم، میخواد قائل باشیم، معتقد باشیم یا نباشیم. از طرف دیگه یه دانش تجربی هم پیدا کردیم، تحصیل کردیم، خیلی رشد کردیم. از طرف سوم یه اطلاعات فلسفی هم داریم. اگه این سه تا ناهماهنگ باشه وقت مشکل درست میکنه. کوشش من اونا تو این جلسه اینه که یه مقدار اینها رو ارتقا بدم، بالا بیارم. در مورد تجربیش مطمئنم شما بیشتر از من میدونید. در دو مورد دیگهش کوشش بکنیم اینا رو متوازن کنیم. به عبارت دیگه با معارف متوازن میتوان شبهه را پاسخ داد. مشکل زمانی است که یکیش به عرش رسیده، بقیهش روی فرش مونده. یعنی ما هنوز با دوران مثلا تلقی خداشناسی مادر بزرگمون میخوایم بریم به جنگ، فرض بکنید مسائلی که امروز داره مطرح میشه. خب نمیشه، جای خودش باقی میمونه. خدایی که اسلام معرفی میکنه و یه ریشه‌اش رو نمیگم توی ادیان دیگه هم ممکنه بشه پیدا کرد، این گونه نیست که فلواقع صرفا نتواند، قدرتش محدود باشد، اما این قدرت نماییش از طرق اسبابی است که خودش در طبیعت ایجاد کرده، در جان انسان ایجاد کرده و وفادار است به اون قوانینی که خودش ایجاد کرده. این وقتی واژه قانون را که به کار میبرم، شما هر کدومتون تو رشته‌های تجربه که تحصیل کردید میدونید اصلا علم قوامش، رکنش به قواعد است، به قوانین علمی است. همه هنر شما اینه که به عنوان دانشمند این قوانین علمی رو کشف کنید. اگر این قوانین نباشد کار من و شما عبث است. تو هر رشته ای هنر ما اینه که ما چیزی اختراع نمی کنیم، که کشف می کنیم. خب بیدین باشیم، می خواهیم بگیم این قوانین تصادفی حاصل شدن. خیلی دشواره که بگیم همین جوری اتفاقی این قوانین داره حکم فرما میشه. دیندار باشیم، خب میگیم که این قوانین سنت‌های خداوند است. به قرآن مراجعه میکنیم، واژه زیبایی داریم، سنن الهی، سنت الله. این سنت الله خب یه مقدارش تو حوزه فی الواقع معنویات، بگیم ابتلا، بگیم استدراج. اما از اون سو در طبیعت سنت‌های خداوند چیه؟ جاذبه زمین سنت خداوند هست یا نیست از دید یه دیندار؟ همه تک تک قوانینی که شما توی فیزیک یا شیمی به کار ببرید از دید دیندار میشه سنن الهی. خب حالا خدا که میخواد، فرض بکنید میخواد درختانی را که ایجاد کرده آبیاری کنه، آب پاش دستش میگیره یک یک میاد این درختان رو آبیاری میکنه، یا اینکه نه میاد خورشید درست میکنه، این خورشید آب رو تبخیر میکنه، تبدیل به ابر میشه، در یک شرایط دمایی مناسب باران میشه، باران میاد وظیفه خودش رو انجام میده. حالا وقتی میگیم خدا باران میباراند، آیا معناش این است که یه سویچ خدا میزند این بارونه میاد پایین، یا قوانینی توی طبیعت درست کرده که این قوانین به بارش باران منتهی میشود؟
این تلقی است که خدا پشت سر قوانین علمی هست. هر چه علم پیشرفت بکنه چیزی جز قوانین خدا ساخته بیشتر نیست. یک نکته اینو که داریم، این تعبیری است تو احادیث ما، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا ابا دارد، امتناع دارد که امور را جز با اسبابش اجرا کند. یعنی خدا فقط از چارچوب اسباب پیش میره، اسباب سبب و مسبب، یعنی چیزای تو طبیعت درست کرده، با این داره، با این قوانین داره پیش میره. این نکته. نکته دیگه، عالم معنا، عالم مجردات، عالم مثالیات، عالم عقلانیات در آن شر وجود ندارد به هیچ معنایی. یعنی ما وقتی وارد، حالا مثالی که هممون متوجه میشیم، وارد عالم فرشتگان میشیم، تو عالم فرشتگان کسی با هم نزاع نداره، یعنی اصلا شر اخلاقی در حوزه فرشتگان اتفاق نمیفته، فقط مال حوزه انسان. شر طبیعی فقط مال حوزه مادیات هست، در حوزه فراماده یا در حوزه مجردات اصولا شر طبیعی هم اتفاق نمیفته. تو همینجا بگیم پس شر اخلاقی و شر طبیعی متعلق به عالم ماده و عالم انسانی است. نکته سوال بعدی، آیا ممکن است ماده بدون شر آفرید؟ آیا ممکن است انسان منهای شر آفرید؟ و اگر ممکن باشد اصلا مفید است؟ اگر بحث درست تحلیل بشه راحت میریم جلو. تو فلسفه اثبات میشه که ماده بدون شر ممتنع است. یعنی این بحث شره که داریم ذکر میکنیم، فلواقع با تحلیلش که بکنیم، حالا من نمیخوام برم بگم شر عدمی است، شر نسبی است که همه اینها گفته شده، ولی که مگر آتش فشان چیست؟ مگر زلزله چیست؟ مگر سیل چیست؟ مگر طوفان چیست؟ خب اینا رو تحلیل بکنیم، تمام اینها معلول عوامل طبیعی است. اگر کره زمین داریم، این درجه دمای خاص داریم، این وضعیت آب داریم، تمام اینها یه زمینشناس به راحتی میتونه بگه آتش فشان نتیجه گسلهای کذا و کذاست. نه فرض کنیم بحث غضب خداوند است، نه هیچ چیز دیگه. تو میخواهی در معل به اصطلاح در حوزه آتش فشان یا زلزله یا سیل قرار نگیری، خانت رو جایی بساز که این اتفاقا درش نمیفته، و اگر میبینی هست خانت رو مقاوم بساز. خب ما تا 50 سال پیش، 100 سال پیش علوم بشری اینقدر پیشرفت نکرده بود، یه زلزله که میومد به راحتی کشتای فراوان میگرفت. هر چی میام جلوتر میبینیم میتونیم با زلزله‌های تا 7 ریشتر، 8 ریشتر مقاومت کنیم، کشته ها به حداقل ممکن برسانیم. خب حالا که ما میتوانیم این جلوه، این حداقل برخی از این بلایای طبیعی رو بگیریم، مثلا خدا ضعیفتر شده؟ نه، خدا ضعیفتر نشده، ما عقلمون بیشتر شده. اگر در قرن گذشته وبا می آمد و کشدار می کرد و امروز وبا رو مهار کردیم، چه اتفاقی افتاده؟ یعنی شرور طبیعی هیچ خللی به خدایی خدا نمی زند اگر آنها را درست تحلیل بکنیم. تک تک هر شر طبیعی رو شما بخواید ذکر بکنید، میگیم اینها معلول عوامل طبیعی است. اگر ما در ظل اینها قرار گرفتیم و تلفاتی دادیم، تقصیر از خودمون بوده، تقصیر از بی اطلاعی خودمون بوده. آمدیم شهر رو گسل زلزله درست کردیم، خب بعد زلزله میشه از بین میریم، اشتباه کردیم. حالا ما نمیدونستیم، بله خدا عقاب نمی کند، یعنی فردا نمیگه برو جهنم چون نمیدونستی، ولی بمیر چون نمیدونستی. مثل این که بنده دستمو نشورم و بعد با دست کثیف غذا بخورم و بعد مریض بشم. مریض شدن چه ربطی به خدا داره؟ خودت کردی که لعنت بر خودت، خودت کردی. باید همین این به اصطلاح عواقبش رو هم متوجه بشید. این از اون سو. بنابراین بحث شرور طبیعی، اما بحث شرور اخلاقی، در مورد شرور اخلاقی
وقتی که مسئله اتفاق میفته و گفته میشه که مثلا این کاری که این نکته‌ای که الان گناهی که کرده، ظلمی که کرده، قتلی که کرده، تجاوزی که کرده، مگر خدا نمیتونست بیاد کمک بکنه؟ ببینید توی این موارد که کسی انسانی دارد به انسان دیگه ظلم میکند، خداوند تشریع کرده، قوانینی رو به عنوان شرع، به عنوان نورهای اخلاقی، به عنوان ارزشهای متعالی به انسان معرفی کرد و انسان رو آزاد آفریده. یادتون باشه شر اخلاقی لازمه اختیار آدمی است. اگر ادعا کردی، اگر انتظار داری، تو گفتی یا خدا، خدا بگه بله در خدمتم، کیو بکشم؟ کیو نابود بکنم؟ خب تو یک درخواست میکنی، طرف مقابلت هم درخواست دیگری میکنه. خدا رو باید درخواست کدوم تو قبول بکنه؟ تو قضایای تاریخی ما، داستانهای ایرانی، تو قصه پوریای ولی، مادر پوریا زر یک کشتی خیلی مهمی بوده، قرار بوده بگیرن و مادر رفته توی مثلا امامزاده داره نظر نیاز میکنه که خدا یا پسر من رو موفق کن. پهلوان مقابلم، مادرش اومده، اونم همونجا داره دعا میکنه. حالا شما خدا باشی، آیا قرار شما خدای خودت رو خرج پهلوانی این پشت این پهلوان به زمین بیاد یا پشت اون پهلوان بیاد به زمین بیاد؟ خیلی با خودخواه باشیم که تو هر مسئله بخوام خدا رو بکشیم پایین و مسائل خودمون رو بزنیم کنار و بگیم خدا باید بیاد دخالت بکنه و بعدم تازه مدتی گذشت میبینیم عجب ما اشتباه کردیم. خوب شد خدای دعای منو استجابت نکرد، و اگه استجابت میکرد چه مشکلاتی برای خودم و برای مردم ایجاد میکرد، برای دیگران ایجاد میکرد. به زبان ساده‌تر در شرور اخلاقی هم اگر تحلیل بکنیم بسیاری از این موارد اصلا نه درست است خدا دخالت بکند. خدا با دستگاهی که به عنوان فلواقع ثواب و عقاب و آخرت تعبیه کرده به نمیذارد ذره و مثقال به کسی ظلم شود. تمام این خیر و شر رو محاسبه میکند و پیش میبرد، اما قرار نیست که هر موردی وارد بشه و دخالت بکنه. البته این من به زبان بسیار ساده ذکر کردم. حالا میتونم به شما عرض بکنم من میتوانم به خدای قادر متعالی معتقد باشم که عین رحمت است، در عین حال این شرور لازمه زندگی طبیعی و طبیعت انسانی ماست و این برمیگرده به اون چیزی که تو تعالیم اسلامی داریم که خدا خیر مطلق است، از اون شر صادر نمیشود. اگر شری هست، شرم نسبی است. ببینید وقتی میگیم مثلا این که کارد آیا شر است یا خیر است، خب این کارد رو شما باش گوش رو پاره بکنی هیچ مشکلی ندارد، بزنی تو شکم کسی، اون توی جنگ باشد، توی بیگناه باشد، به نسبت واقعی که داره اتفاق میفته خیر و شر تبیین میشه. بنابراین میشه به سادگی ذکر کرد که برهان شر چه در حوزه شر طبیعی چه در حوزه شر اخلاقی نمیتواند خدای قادر متعال رو نفی بکند. ما خدا رو بد درد کردیم، فکر کردیم باید تو هر امری خدا وارد شد. البته شما میتونید حد اشکال بکنید پس مسئله دعا چه میشود، استجابت دعا چه میشود، به خصوص این که پس قرار است کی خدا به کمک کسانی که نیاز دارند بیاید. این برمیگردد ما نیاز داریم به یک علم بسیار وسیع و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم ما هم اون وسعت رو ندارد. حداقل اجازه بدیم خدا خدایش را بکند و ما هم چه بخوام چه نخوام اون میکند البته، ولی که در قضاوت‌های خودمون فکر نکنیم که آنچه که ما صلاح میدانیم یا درست میدانیم همان درست است و میباید فورا اتفاق بیفتد. یه وقتا اول تو خیلی از متون دینی داریم که مطمئن باشید دعای شما استجابت میشود،
اما فکر نکنید لازم است فوراً استجابت بشود. چه بسا در همین فرایند دعا کردن خود ما ساخته شویم و بعد متوجه شویم آنچه که خواسته این نادرست بوده. بر صورت حاصل عرض من این که برهان شر برهان تمامی نیست و نمیتواند عدم وجود خدا را اثبات کند. این حالا خیلی ممنون. بیانف بسیار متشکرم. ببینید خب این پاسخی که شما دادید به طور کلی بگیم که خیلی جاها منطقی به نظر میاد. یه سری سوال پشت سرش ایجاد میشه. اولا که به هر صورت قوانین طبیعی خب وقتی که خداوند این قوانین رو گذاشته مسئولیت اینا با خداست دیگه، درسته؟ خب اگر که خدا میخواست این قوانین ایسیسیس نظام رو داره طراحی میکنه، انتظار اینه که این قوانین رو به نحوی طراحی کرده باشه که نتیجه این به اصطلاح قوانین اتفاقاتی نباشه که خیلی مثلا عجیب و ناراحت کننده به نظر بیاد. فرض بفرمایید یک کودکی مثلا همین من یادم 2 سال پیش بود، الان هم تو این فاصله هم باز بوده، مثلا میگفتن آقا در طول 2-3 ماه گذشته 30,000 کودک در افریقا از گشنگی مرد. خب مثلا این طفلی که مثلا به دنیا اومده از دنیا هیچی نفهمید و اصلا مرد. خب اصلا خب اینها هر کدوم یک انسان هن. این همه ما در آموزهای دینیمون برای هر انسان حرمت و ارزش و جایگاه قائلیم. اصلا خیلی قطع خداست. یه روایتیه که میگن یه موقع حضرت موسی از خدا خواست یه در رو عذاب کنه، حضرت موسی خدا بهش گفت که یه کوزه رو بساز بعد بشکن. حضرت موسی ناراحت شد که این کوزه رو من زحمت کشیدم ساختم چرا بشکنم. خب من حالا سوال اینه که خدا خب اینا رو دوست داره، مخلوقشن، اگه خدای مهربونیه چجوریه که خلاصه این سیستم نظام آفرینش نه تنها به صورت طبیعی یعنی اتفاقات طبیعی میفته و افراد این وسط بهشون در واقع هم درد هم رفع حیات مؤمن براشون عارض میشه، یکی این دست اتفاقات. دسته بعدی از اتفاقات اتفاقاتی است که به اصطلاح افرادی که دارن خیلی هم تلاش میکنن، یعنی خودش یه سوء تفاهمی که خود دین هم ایجاد کرده. شما مثلا ما توی قرآن میبینیم که حضرت ابراهیم رو میخواستن بسوزونن، خدا آتش رو بر ایشون گلستان کرد، آتش سردن بردن و سلام شد. یا موارد دیگری میبینیم که در مقابل اقوام خیلی خلاصه گناهکاری بودن، خدا بر اینها عذاب نازل کرد. حالا بعد این نمونه‌های عملی روزگار خودمون رو میبینیم، ما مثلا یک اقوامی رو میبینیم که چه بسا ما مثلا سال 90 بود که بود حالا میلادی البته زلزله رودبار اومد، دو تا کوه حرکت کردن، یک روستا کلا دفن شد. خب مثلا این مردمی بودن که مردم روستایی بودن، زحمت می‌کشیدن، نه اهل خیلی از گناهانی بودن که در قرآن به شدت نفی شده یا در منابع در واقع دینی. از اون طرف خب می‌بینیم افرادی هستن که خب تو شرایط خیلی سختی هستن، از وضع به قول شما دعا می‌کنن، نتیجه نمیاد. از اون طرف به اصطلاح خود دین مدعی هم هست آخه، از اون بر بحث قول شما اجابت دعا رو مطرح میکنه. خب وقتی سوال اینه که اصلا این هدف چه بود؟ هدف از اون کودکی که هنوز به دنیا نیومده کشته شد چه بود؟ هدف از اون افرادی که بدون اینکه اتفاقی بیفته یه دفعه نتیجه مثلا زحمات زیادی رو درست قبل از اینکه به نتیجه برسه یه دفعه همه چیز خراب میشه، این سیستم آیا یه سیستم همون نظام احسنیه که قرآن ادعا میکنه؟ که حالا البته معنی لفظی آیاتشو نمیدونم، ولی ترجمه‌ای که روی اون فرجل بسر هم فلفرا هل ترامن فطور که تو قرآن اومده رو ترجمه هم میگن که هی نگاه بکن در این عالم ببین آیا هیچ نقصی میبینی، هیچ ایرادی در این عالم میبینین آیه قرآنه. حالا سوال اینه که آیا واقعا ما هیچ ایرادی نمیبینیم؟ البته حالا مخاطب آیه پیغمبره، ولی شاید الله هر خواننده قرآن هم به نوعی مخاطب این باشه. میخوام ببینم این از یه طرف این مواردی که خیلی ابهام وجود میاد که اصلا فلسفه چی بود، اصلا هدف چی بود که این آدم اومد و رفت. از اون طرف مواردی که به نظر میاد خدا حالا به یه تعبیری دخالت کرده اتفاقا، یعنی این بحث قوانین ثابت که شما مطرح میفرمایید اگر همیشه همون بود، ولی خود دین ادعا میکنه که اینجوری نیست،
مثال متعددی هست. همین پیغمبر ما رو میگن خدا بهشون اطلاع دادن که میخوان این مشرکین بکشنتون، که ایشون رو خلاصه اون شب حضرت در جاشون خوابیدن، ابوبکر روی کیسه ای رو دوشش برد، مهاجرت صدر اسلام اتفاق افتاد، یا موارد متعدد دیگه. آیا اینها دخالت های خدا روی قوانینش یه جایی تفسیر میزنه ولی بر اکثریت نمیزنه، یا یه خیلی که ما نمیفهمیم خودش میفهمه کجا باید بزنه کجا نباید بزنه، یا اینکه نه این قوانین به چشم خدا زیبا میاد ولی به چشم ما نمیاد، این قضیه چیه؟ سوال شما دو بخش داشت. یه بخشش ناظر به برخی از بلایای طبیعی بود که منم اشاره کردم. شما به هر حال این رو منافی مثلا عدالت خدا به نحوی تبیین کردید. بخش دوم این که استثناهایی که بر قواعد الهی، سنن الهی هست رو چه میگید؟ چرا خدا یه استثناها رو جای دیگری قائل نمیشه؟ فقط همین برای حضرت ابراهیم و پیغمبر اسلام، بقیه هست. خب ما هم هستیم، ما هم بنده خدا هستیم، ما هم دعا کردیم، چرا به ما نمیرسه ولی فقط به اونا رسید؟ برای اونا آتیش و گلستان میکنه ولی مثلا برای ما همچون چیزی اتفاق بیفته همچون کاری میکنه یا نه؟ خب قسمت اول سال در مورد بلایای طبیعی، ببینید بله دل خیلی نگران کننده است وقتی که ما ببینیم که تعداد زیادی بچه بیگناه در اثر خشکسالی از بین میرن. ولی خشکسالی بیان تحلیل بکنیم چه اتفاقی افتاده؟ اینها در کشورهایی هستن نوعا منابع طبیعی غنی دارن، به واسطه سوء مدیریت، فی الواقع این مدیریت هم مدیریت انسانی بوده، یا به واسطه فی الواقع زیاد طلبی انسانهای کشورهای دیگه، کشورهای قدرتمند آمدن و بالاخره یا به واسطه جهل خود اینا عقب افتاده، نمیتونن به اینا برسن و از بین رفتن. اگر قرار بود خدا اون بچه‌ای که به واسطه خشکسالی رنج کشیده و مرده بعدش مثلا ببره عقابش بکنه، یقه خدا رو میچسب بدیم که آقا تو چه خدای عادلی هستی، این که نمیشه جهنمش بود. ولی از اون سو مگه ما طلبکار خدا هستیم که بعد بیان بگیم به من اینو داد به دیگری اونو داد؟ خدا به هر کسی به اندازه که داده در قیامت هم از به همون اندازه او رو ارزیابی میکنه. اگه به من چشم داد دیدنی های منو مورد ارزیابی قرار میده، اگه منو نابینا آفرید دیگه اون چیزی که به حوزه چشم مربوط بوده که از من نمیخوام. و بعدم من حق دارم، یه حق رو کی از کجا میتونم اثبات بکنم؟ اگر فرض بکنیم من معلول به دنیا آمدم، خب مگه خدا منو معلول کرده؟ امروز به هر حال بحث پزشکی ما به جای رسیده که هر معلولیتی رو ما میتونیم بیایم بررسی بکنیم که آقا این چه علتی داشته، کدام ژن مثلا معیوب بوده و بعد در اثر چه ازدواجی به کجا رسیده. خب اینا رو امروز بسیاری شما میتونیم جلوگیری بکنیم ازش. یا مثلا فرض بکنیم در مورد همین که الان به همین سادگی میان میگن فرض کنید بچه بیشتر زندگی بهتر یا مواردی از این قبیل، خب خدا به ما عقل داده، میگه میخوای بچه بسازی، بسیار خوب، اما فکر آیندهش کردی؟ فکر بهداشتش، فکر آموزشش، فکر اشتغالش، فکر خیلی چیزایی دیگه. خب میبینیم جایی این امور فراوان تره که جهل بیشتری هست. این رابطه نرخ رشد با عقب افتادگی اجتماعی الان با همدیگه کاملا سازگاره. به نظر میرسه اینها، این اتفاقاتی که داره لااقل تو حوزه بخش اول سوالتون، هیچ خللی به عدالت خداوند نمیزنه. این خللی اگر میزنه، آسیبی اگر میزنه، متوجه ماست. بله من وقتی همینجا تو همین کشور توی آمریکا ببینم این مقدار غذاهایی که دور ریخته میشه، همین مقدار رو ما میتونیم بخش خشکسال افریقا رو تغذیه بکنیم. یعنی به همین سادگی. یعنی انسان اسراف یه بخشش بسیار اسرافکار، بخش دیگرش اصلا متوجه نیست، میگه من چه مسئولیتی دارم. خب این اشکال به ما برمیگرده. این چیزی که تو تعالیم دین ماست به نظر من قابل دفاعه و اینجا لااقل من به عنوان دیندار هیچ مشکلی احساس نمی کنم تو اینجا. یعنی اصلا وقتی میگم که مثلا فرض کنید بنده خدا شناس هستم،
و بعد یک کسی از خوشسالی میمیره مثل که یک کسی از بیماری بمیره. خب یک کسی از بیماری بگیره خدا مسئوله؟ میگه چرا تو سرطان درست کردی؟ خب ببخشید این سلول وقتی باشه این هم هست، حالا 10 سال دیگه 20 سال دیگه انسان همونطور که وبا و مالاریا و خیلی مرضای دیگر رو مهار کرده، سرطان رو هم مهار میکنه. قبلنا ببینید جالب بود، میگفتن چی؟ این بلای الهی است. خب حالا ما که بیشتر میفهمیم متوجه میشویم که آقا این بلای الهی درسته همه چیز رو میشه تفسیر دینی پشت سرش گذاشت، اما این بیش از همه متوجه میکروب هایی بوده است که اگر اونا رو میشناختن به راحتی میتونن این بلای الهی رو مهار بکنن. کما که امروز فرض بکنید توی برخی از بیشتر بسیاری از جوامع این بلاها مهار شده است. چون من توی قسمت اول سال اگه باز مشکلی باقی موند شما توضیح بدید، مشکلی نمیبینید. اما قسمت دوم نه، یه ذره از یه زاویه دیگه است. قسمت دوم اینه که در کتاب‌های مقدس، در قرآن ما میبینیم که خداوند هم موارد رو نسبت به پیامبران اجرا کرده که این موارد حداقل با تبیین علمی امروز ما سازگار نیست. اسم قسمت ها رو میذارن معجزه. معجزه چیزی بوده است که با علم روز سازگار نبوده. یعنی فرض بکنید ما میتونیم امروز بگیم که بله اگر مثلا حضرت ابراهیم یه لباس آتش نشانی ترشون میکردن میرفتن وسط آتش طورشون نمیشد، ولی خب اون زمان که لباس نبوده، علال قاعده خدا که قدرتش حد و حصری نداره، احتمالاً یه چیزی شبیه به این حالا به بدن ابراهیم زده یا یک حائلی بین آتش و بدن ایجاد کرده ابراهیم نسوخته. یعنی اینم تابع قوانین طبیعیش بوده، اما این قانون رو، این موارد رو انسان اون روز نمیشناخته و چون نمیشناخته معجزه براش حاصل شده، به عنوان معجزه اون رو تلقی کرده. هاکذا مثلا در مورد اژدها شدن عصای موسی، آن چیزی که ما میتونیم حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشه میگیم این در ذهنیت افراد تصرف شده و این تلقی ایجاد شده، لازم نیست حتما در طبیعت اتفاق افتاده باشد، در ذهنیت افراد هم این تلقی ایجاد بشه. مثل خطای باصره که ما میبینیم، هممون فرض بکنیم یک چوب رو که توی آب میکنیم چوب رو شکسته میبینیم، ممکن است اون زمان هم اینگونه باشد. برخی از مفسرین قرون جدید اینگونه هم تفسیر کردن، اصلا من به این کار ندارم، ولی میخوام بگم بله درسته در کتاب مقدس، در قرآن و غیر اون اموری به چشم میخورد که به نظر میرسه از سنن الهی تخطی شده، ظاهرش این است. از اون سمت هم مسائلی به نام عذاب داریم که اقوامی گناه کردن، خدا با بلایای طبیعی سراغشون رفته. بلا فاصله قوم لوط رو چجوری از بین برد، با قوم نوح چجوری برخورد کرد، یکیش رو با سیل برد، یکیش رو فرض بکنید سنگ کرد، یکی دیگرش رو طوفان سرشون فرستاد با طرق مختلف. حال سوال من این است، آیا می شود از این متون نتیجه گرفت هر طوفانی، هر سیلی، هر پدیده طبیعی ناشی از یک گناهانی است که اتفاق افتاده؟ میتونید برخی از روحانیون، برخی از متدینین همین تو ذهنشون هست و بیانم کردن تو برخی نمازهای جمعه یا منبرهای دینی که مثلا فلان جا زلزله شده میگه گناه کردی، مثل که مثلا ایشون در سواحل مثلا هوایی تشریف نداشته، ندیده اونجا این همه گناه صورت میگیره، نه طوفان اومده، نه تا کنون البته نه زلزله آمده، ولی که اونجا حالا مثلا رودبار ما یا نمیدونم با این زهرای ما یا بم ما، اینا کدوم گناه؟ من به عنوان حد در حدی که از معارف اسلامی دونم هیچ رابطه‌ای بین این بلایای طبیعی و گناه نمیبینم. ببینید دو تا مسئله است، اینو میخوام بگم و به شکل علمی از هم تفکیکش کنم. یکی این که بگیم برخی به شکل قضیه موجبه جزئیه، برخی گناهان با برخی بلایای طبیعی مرتبط بودند، کتاب مقدس اینو میگه، اما کسی گفتیم هر گناهی با هر بلای طبیعی ارتباط دارد، این حضرت رستم میخواد اثباتش بکنه، به سادگی نیست. خیلی قضیه ببینید، این قضایای موجبه کلیه، قضایای سالبه کلیه، هر الفی به است، هر جیمی دال نیست، اینا اثباتش
شما دانشمندید، رشته‌های در علوم دقیقه خوندید، اثبات اینا کار بسیار بسیار سختی است. ولی اگه بگیم بعضی الف ها ب است، بعضی جیم ها دال نیست، خیلی خیلی ساده است. اون چیزی که ما تو قرآن میخونیم فقط دومیه، یعنی موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه، نه موجبه کلیه، نه سالبه کلیه. و پنبر از کوشمون بیرون بیاریم، اگر در بم زلزله آمده است، بم روی گستر زلزله بوده است، هیچ دلیل دیگری نبوده، نداشت. نه اینکه بگیم حالا چون این گناه کرده یا گناه نکرده. اگر به ملاک گناه بخوام بگیریم، خیلی جاهای دیگری هست با همین ملاک‌های عرفی ما گناهان بیشتری داره صورت می‌گیره، مطابق آیین و دین خود مردم اونجا، نه مطابق آیین ما، مطابق آیین خودشون دارن گناه میکنن. اما خدا قرار نشده، ما قوانین دیگه هم داریم به نام استدراج، یعنی ما به شما مهلت میدهیم تا کفه گناهانتان را سنگین‌تر بکنید، ابتلا هم داریم، میخوام آزمایشتون بکنیم. اصلا با این مسائل شما ممکنه بگید کار خدا حساب و کتاب نداره. بله، حساب و کتاب انسانی نداره، حساب و کتاب الهی داره، خودش میدونه داره چه کار میکنه. قرارم نیست که ما اینا رو دنبال کنیم. خب حالا شما، من برگردم به سوال شما، شما میگید همچنانی که این استثناء برای ابراهیم قائل شد، چرا نباید برای ما قائل بشه؟ خیلی راحت، برای که اون پیغمبر بود، بعد این استثناء رو براش قائل شد، هزار تا مأموریت دیگه هم بهش داد. بنده نه این استثناء برام آمده، نه مأموریت ویژه دارم پای هم در. من و شما انسان عادی هستیم، قوانین ما، قوانین الهی برای همه انسان‌های عادی یکسان جاری است و قرارم نیست که برای کسی معجزه شود. بنده منکر نیستم کرامتی جای اتفاق بیفتد، این احتمال اتفاقش هست، اما هیچ قاعده‌ای ندارد که بگویم تا من خواستم خدا میگه لبیک یا عبدی، چی فرمودید؟ همین الان برات بیام اجرا بکنم. این که این دعا کی استجابت شود دست خود خداوند است. اون دیگه باید خدا باشی تا بدونی الان وقت استجابت است یا الان وقت استجابت نیست. اما با این عذابهایی که در قرآن هست یا معجزاتی که در کتابهای مقدس هست، نمیشه مسئله رو بالاخره به کمک برهان شر آمد. برهان شر مشکلش به جای خودش باقیه، با اینها درست باشه نیست. خیلی ممنون. ببینید، من ازش هنوز یه چیزی رو، یعنی دو تا سوال هنوز این وسط زنده است. یکی این که ما اگه فرض بفرمایید قبول بکنیم اون تئوری که خداوند یک قوانین رو قرار داده و این قوانین بر اساس یک مصلحتی است و در نهایت خدا روز قیامت به کسی ظلم نمی‌کنه، هر کسی رو بر اساس اون چیزی که از او به او داده از همون قد خدا انتظار داره. خب میگیم خب این ظاهرا تناقضی نداره، خدا داره ظلم نمی‌کنه. اما از اون طرف در خود قرآن و موارد دیگه هم تو که اشاره شد می‌بینیم که استثناءاتی وجود داره. حالا سوال اینجاست که آیا ما میگوییم که چون ببین یه موقع است داریم راجع به یک پاسخ کلی داریم حرف میزنیم، یه موقع داریم از موضع اسلام حرف میزنیم، پاسخ ما نبایستی که با خلاصه مسائل دیگه‌ای که اسلام پذیرفته در تناقض قرار بگیره. اگر اسلام قبول داره که خداوند استثناء قائل میشه، قوانین خودش رو نقض میکنه، حضرت ابراهیم رو یه دفعه میگه قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یا مثلا یک دفعه بر اصحاب ابراهیم علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تذليل فارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بهجاره من سيل فجعلهم كاسب المنكوب. این که حالا طبق روایت یه سری پرستو میان یه سری سنگو میرن روی سپاه ابابیل میریزن و این هر از این که یک همچین مسائلی رو متون دینی صراحتا مطرح میکنه و موارد متعدده، حالا عصای حضرت موسی رو حالا شما یه توضیح دادین، فرض فرمایید باز شدن آب که فرعون رو غرق کرد، حالا دیگه غرق شدن فرعون قاعدتا نمیتونه از روی یک تخیل باشه، یا فرض بفرمایید موارد متعدد دیگه که در قرآن اشاره داره و بحث این که اتفاقاتی که هست که به نظر میاد تفسیر است روی قوانین عادی، که این سوال رو داخل وقتی چه بسا از یه روی یک فرد مؤمنی همین توقع ایجاد بشه که حالا خدا این همه تفسیر میزنه، یه موقع ما دعا کردیم دعای ما هم مثلا حالا یه استثنایی هم قائل بشه. حالا این سوال اینجاست که آیا این پاسخ با سایر آموزه‌های اسلامی هماهنگی داره و در تضاد قرار نمیگیره؟ این یه سوال. من دومیشم الان میپرسم. دومیشم بحث
مسئله اختلاف نظر شدید درباره مسیر سعادت و رستگاری است. یعنی این خیلی شر آزاردهنده ایه. یه موقع از حالا میگیم شما مثلا پول نیست، حالا غذا نیست، طرف از گرسنگی هم مرد، میگیم حالا خدا ازش همه حدی که بهش داده بود انتظار میشه. ولی مثلا ما الان تو جوامع بشری یه چیزی که شاهد هستیم، ما مثلا همینجور تو همین دانشگاه اسلام مسیحیت دیالوگ داشتیم، واقعا یعنی این رو کاملا درک میکنی که این مسیحیه که جلوی تو وایستاده با همه وجودش عشق داره به این باورش، ولی یک حرفهایی میزنه و یک توقعاتی اتفاقا از ما داره که ما بپذیریم حرفشو، که کلا اصلا نمیخونه با اون حرفایی که ما قبول داریم. و چه بسا خیلی هم کار ساده ای نیست که ما بتونیم مثلا به توافقی برسیم، حالا با مسیحیش که بماند، با برادران اهل سنتش که بماند، تو همون شیعه خودمون هم ما اینقدر گرفتاری داریم سر خیلی مسائل که توافق بکنیم که چه چیزی حکم خدا هست، چه چیزی حکم خدا نیست. این که در واقع حتی توی اون مرحله هدایت و روشن بودن راه هدایت هم این اختلافات وجود داره و در واقع این سوال وجود داره که خب خدا پس کجاست؟ اگر خدا قند به اصطلاح دیگه حداقل چیزی که هست اینه که این همه افرادی که صادقانه بخوان خودشون رو در خدمت در واقع رضای خدا قرار بدن، چرا اینجور بایستی که خلاصه در تعارض و در خلاصه چه بسا درگیری و هر کسی فکر میکنه حرف خودش درسته؟ ما خیلی از این و شما نگاه میکنید تو هر جامعه، یعنی توی شیعش همین مسئله رو داریم، بعد بشین شیعه سنی داریم، بعد اسلام و مسیحیت یهودی داریم، بعد بین ادیان ابراهیمی با ادیان غیر ابراهیمی داریم، بعد بین افرادی داریم که خدا باورن با افرادی که اصلا خدا باور هم نیستن و به اصطلاح دارن انگار دست و پا هم میزنن. واقعا ما دیدیم دوستایی که دارن دست و پا میزنن ولی نمیرسن. این پیچیدگی خیلی عجیبه، من نمیدونم این رو چجوری میشه بازم با همون استدلال یا به نظر شما همون هم جواب داده مطلب شما فرمودید. بله، خب بازم تو سوالتون دو بخشی بود. اون بخش اولی آیا واقعا اینا استثناء هست و اگر اینا استثناء هست خدا جایی گفته که من قرار اینها رو تکرار بکنم، یعنی قرار اینها رو باید تعمیم بدم برای همیشه، و آیا دین بر اساس اون استثناهاست یا بر اساس اون قاعده ها؟ مثلا فرض بکنید در مواجهه موسی با عبد صالح، موسی و خضر، اسم خضر رو میدونید تو قرآن نیامده ولی بر عنوان عبد صالح هست، خب دینداری موسوی است یا دینداری خضری است؟ مثلا اون این که مثلا من بدونم این فردا پشت این دیوار گنج یا این بچه قرار است جنایتکار بشود، من همین الان حسابشو برسم که خدمتی به پدر مادرش کرده باشم، میدونید سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه بخواد اینها دینداری با این قاعده هاست یا با اون استثناها؟ بنابراین این دینداری همه جا باید با همدیگه سازگار باشه. من هیچ جای قرآن سراغ ندارم، در هیچ متن دینی سراغ ندارم، و اگر اینها قاعده مند بود، یعنی این قراره به تعمیم این موارد بود، اسمش معجزه نبود. کلن معجزه ها چیزهایی است که به ظاهر خرق عادت میرسد. که میگم به ظاهر بخواد که برخی از اینها توجیه های علمی هم داره. مثلا یک محقق مصری آمده قصص قرآن رو همه معجزات رو کوشش کرده بیان بشری ازش به دست بده. مثلا میگه که تاییده قرآنی هم برای خودش آورده، جالبه. بعد علمای الازهر هم آمدن این رو نقد کردن، من هم خودش رو خوندم هم نقدش رو خوندم. در مورد غرق شدن جنود فرعون میگه که این که دلیل، و بعد خشک شدن رود نیل به اصطلاح و موسی و قومش رد شدن، بعد وقتی که اون دسته بعدی اومد فرعون و جنودش لشکریانش اومدن اینا غرق شدن. میگه چطور ممکنه؟ میگه اگر شما کنار رود باشید و جزر و مد رود رو ببینید میتونید بگیم این زمان جزر اونا رد شدن، زمان مد که اومده اون آمد آب اونا رو فرا گرفت. البته من از خودم سوال میکردم خب این آب کلالود نبود، شل نبود به اصطلاح، اینا فرو نمیرفتن. ولی میشه تو حدودی فهمید، اگر شنی باشه اونم مشکلی نداره، میشه در نظر گرفت که در دو حالت جزر و مد شما کنار کارون خودمونم باشید، همین اروندود و شط و لره و امثالو هم باشی، فاصله جزر و مد چند متر با هم دیگه، میشه اینها رو در نظر گرفت. میخوام بگم که
لزوماً اینها برخیش میتونه تبصره نباشه، برخیش همطور که ذکر کردم اتفاق در ذهنیت افتاده باشه، برخیش هم از این امور طبیعی حاصل شده باشه، اما دینداری بر اساس این استثناها نیست، دینداری بر اساس اون قاعده هاست. حالا اینکه خدا نمیخواهد این تبصره ها رو تعمیم بدهد، اگر بود مثالش هم زدم، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشد. این برمیگرده به اینکه دعب خداوند یا عادت خداوند یا سنت خداوند این نیست و این نبوده است که در هر امر جزئی در امور بشر وارد شود. کسانی که فکر میکنند چون این خدایی هست، نشون بدهند در غیر این موارد، اینم موارد بسیار استثنایی و انگشت شماری است، یعنی همین مواردی است که توی کتب مقدس مشاهده میشه، در غیر این خداوند هرگز حاضر نشده وارد این مسائل بشه. ما باید همچون خدایی رو به رسمیت بشناسیم، ببینیم این خدا چه مشکلی دارد، این که در امور جاری انسان دخالت نمی کند تا انسان خودش مسائل خودش رو حل بکند. میگه تو خودت رو تغییر بده، من کمکت میکنم. کمکش خدا هم چجوری است؟ کمک خدا این نیست که یک راست فرض بکنید برای بنده تیران عواویل بفرسته، اون به نحو دیگری پیش میبره. خب البته بعضی وقتا مثلا اتفاقات میفته، ما این رو تعبیر میکنیم، میگیم مثلا طوفان شنی که در زمان حمله آمریکا در طبس صورت گرفت، این ترجمان دیگری از اون مسئله است. خب حالا میتونه یه تعبیر، یه نوع تفسیره، این تفسیر میتونه به گونه دیگری هم باشه، اما قرار است حالا هر جایی مثلا یه قوای خارجی خواست حمله بکنه، باید یه طوفان شن بیاد، من اصلا قاعده ها نمیفهمم این از کجا ما آوردیم. یعنی میگیم هر زلزله باید معلول یک گناه باشد، هر حمله ای که صورت میگیره باید مثلا یک خدا با یه چیز طبیعی بیاد جلوش، دلیل نداریم. کدوم دلیل دینی پشتوانه این مسائل؟ یعنی در مورد اولی من ادعام اینه که استدلالی پشتش نیست و من به راحتی میتونم بگم، چون اینو فراوان شنیدم، دینداری روش حضرت موسی است نه روش حضرت خضر. اینکه حالا توی قرآن به اینا اشاره شده من باب مثال بوده است و من باب هر چه بوده است، ما نمیتونیم به اون مثال ها، به اون استثنا ها، به اون تبصره ها مراجعه بکنیم، ولی عادت خداوند اجرای سنت خودش در همه جاست. موارد استثناء مشخص است، ما هم جز موارد استثناء نیستیم. کسی هم انتظار داره جز استثناء باشد باید بره پیغمبر بشه، ما در غیر پیغمبران هم چیزی رو سراغ نداریم. اما در مورد دومی، خب این سوال اصلا از گونه دیگر است. شما میگه اختلاف نظرها، خب این اختلاف نظرها باید خدا خودش بیاد اختلاف نظر حل بکنه. اول اختلاف نظر رو شما میگم اختصاص به مسائل دینی نداره. دوستانی که تو خیر از فیزیک و شیمی و علوم تجربی و علوم ریاضی هستن یه ذره بدادت شدن، چون تو ریاضی راحت میتونی بگی که آقا، تو منطق کلا علوم عقلی یه چیزی کاملا شفاف مشخص نمیشه خلافش گفت، فرموله دیگه، بالاخره یا درست یا غلط. تا اومد علوم انسانی نظریه پردازی شروع میشه، جامعه شناسی، تبیین جامعه شناختی، تبیین روان شناختی، آیا یکسانه؟ متفاوته. تبیین حقوقی اختلاف توش هست، تبیین دینی هم آکسا. بنابراین میخوام بگم اختلاف نظر مال علوم غیر دقیقه است که طبیعت این علوم این گونه است، نه اینکه مشکل از جای دیگری. انتظار دارید خداوند خودش تو هر مسئله علمی، حالا مربوط به دین باشه، مثلا ما داریم با خدا ناباوران دعوا میکنیم، خدا خودش باید بیاد یه چیزی بذاره تو گوشه بغل ما، تو جیب ما، که ما اونجا بیاریم فکت برنده ببینیم این خدا خودش داره اینجا. یا حالا حتی خوشمزه تر توی مسائل فقهی یه چیزی داریم به اصطلاح دقیقا به همین ساده انگاری که داریم، میگن اجماع تشرفی. یعنی وقتی میگه که به این شکل، مثلا یه استدلال پشت مسئله خوابیده، میگه که مگه ممکنه که یک مسئله علمای امامیه که فرقه ناجی هستن، مثلا همه دینداران خودشون رو جز فرقه ناجیه میدونن، که خدا اینها رو رها بکنن؟ خواهد که سر مسئله اختلاف نظر پیدا کن، خود امام زمان میاد تو گوش اون عالمی که لازم هست مطلب حق رو میگه و ایشون مشرف میشه به نزد امام قائم، مسئله حاصل میشه. و چون قرار است که کسی نگه که دکانی باز نشه، این نمیگه من مشرف شدم، منتها مسئله رو مسئله اجماعی میشه.
الان بسیار از مسائلی که توی فقه ما به عنوان اجماعی مطرح است پسش برمیگرده به همین دارن استفاده میکنن. اجماع تشرفی، قاعده لطف، اصلا اینی که لطف خدا اقتضا میکند که بشر رو تنها نگذارن. حالا به چه دلیل از این طریق میخواد پیش بره؟ به نظرم میاد ما عقل خودمون رو، عقل خداداد خودمون رو خیلی دست کم گرفتیم. این عقل مهمترین موهبت الهی است که خدا به ما داد، و از اون سمت هم یه سری جهتگیری های کلی، یه سری خط مش های کلی زندگی هم در کتاب خودش به ما ارائه کرده. این دوتا را به ما گفته، بعدم ولمون کرده، گفته میره به سلامتی 120 سال بیشتر کمتر زندگی میکنی، بعدم میره خدمت خودم بهت رسیدگی میکنم تو چه کار کردی. این خدای خداست. حالا میگی نه خیر، من اختلاف نظر پیدا کردم، تو چه خدایی هستی اونجا؟ من وقتی داشتم با مثلا با فلان مسلمان سنی بحث میکردم، تو چرا نمیدونم کمک بکنی؟ با اون مسیحی داشتم بحث میکردم گیر کرده بودم، تو چرا نمیدونم کمک بکنی؟ ببخشید خودت برو درس بخون، یاد بگیر، سواد داشته باش. این چه وضعشه که تو فکر میکنی یه بچه نونوری شدی که هر زمان که گیر میکنیم باید من بیام کمکت بکنم؟ من کمک میکنم، اما رحمت من رحمت واسعه است، همه رو در بر میگیره. تو باید قابلیت اون رو پیدا بکنی، اونقدر خودت رو خالص کردی، اونقدر ارتقا دادی خودت رو که شأنیتی رو پیدا کرده باشه که مشمول رحمت خاصه من بشی. استاد نه، ما نشدیم، ما تو همون رحمت عامش هم به واقع استفاده نمی کنیم، انتظارات یک کمی ببخشید بی خود داریم. من فکر نمی کنم خدا سر جاشه. حالا این مطلب شما یه ذره بالا پر بدم، این اختفای خداوند که ازش تئوری هم درست کردن، خدا مخفیست و این در زمان غیبت خداوند مطرح کردن، سر همینه که فکر میکنن خدا در هر مسئله ای، در هر نزاعی با تشریف بیاورد. و فیلم هم درست کردن تو یوتیوب، هم من دیدم، میگه من خدا هستم، بعدم آمده میگه مثلا چیز جریان کوانتومه، حالا میخواد بگه که مثلا این دیگه در دستگاه خدا رو داده خراب کرده، بعد یکی یکی داره توضیح میده. اینقدر این تلقی ها از این خداشناسی پایینه که به این جا میرسن که درست بعد. خیلی متشکرم. خب سوال بعدی که ما بخواستیم مطرح کنیم بحث کلن، حالا اتیست ها به نظر میاد که حالا لااقل دوستان ما که خیلی باشون صحبت کردیم، یه بحث همین مسئله شره که بیشتر بار فلسفی داره، حالا مشهور هم هست که قول شما قدیمی هم هست و هنوز هم خیلی رایج مطرح میکنن. یکی دیگه که اخیراً به یه تعبیری انگار پشتوانی علمی مدافعین خدا ناباوریست یا اتیست ها، که بحث به اصطلاح آزمایش‌های فیزیکیه که مطرح می‌کنن در سطح ذرات بنیادی، حالا تعبیری که به کار برده میشه این است که قانون علیت حاکم نیست، و بعد در واقع میگن اصلا ما تجربه کردیم که علیت دیگه برقرار نیست، یعنی حداقل در اون سطح برقرار نیست، همه دنیا هم از همون ذرات بنیادی شکل گرفته، پس این که ما لااقل فرض کردیم که همیشه علیت حاکمه استثنایی بر او در واقع تجربه شده، که این نشون میده که پس ما نمیتونیم براهین عقلی که بر اساس برهان علیت میاد خدا رو اثبات میکنه به این براهین عقلی اعتماد بکنیم، پس ما به اصطلاح دلیل عقلی برای اثبات وجود خدا نداریم. حالا به این تعبیری که دلیلی که ما این هم حالا بر صورت یک چیزی که بیشتر جمعی علمی به خودش میگیره به جای فلسفی، نظر شما در نیزه؟ خب یادش بخیر وقتی من دانش آموز ریاضی بودم، دیپلم من ریاضیه، میخوام بگم این اولین بار که من اینا رو شنیدم 16-17 سالم، و یادم اسم ماکس پلانک و شرودینگر و هایزنبرگ و حالا انشتر که همه شنیدن، اما اینها رو به خصوص دوره اصل عدم قطعیت مال دوران نوجوانی منه، و یادم این نکته رو که ماکس پلانک که خودش مبتکر فیزیک کوانتوم هست، یه خداشناس و در این زمینه نوشته، غیر از این که اصلا این ادبیاتی که من در نزد برخی خدا ناباوران حداقل توضع فارسی زبان میبینم که فکر میکنن فیزیک کوانتوم و
فرض کنید پشتوانه خوبی برای خدا ناباوری است. اصلا چنین نیست. یعنی این همینه که نفهمیدن درست مسئله، حالا چه مفهوم خدا و استنتاج‌هایی که دارن از اصل عدم قطعیت میکنن. ببینید ما یه دترمینیسم داریم، فی الواقع یه جبر داریم، حالا جبر علمی داریم که قبل از در فیزیک مکانیک نیوتن بوده، فیزیک نیوتن هست که فکر میکردن همه چیز رو میتونن کامل تبیین بکنن، تعیین بکنن، بگه که مثلا این مطلب، این نکته، این الکترون، این فوتون الان در این موقعیت زمانی مکانی هست. خب با ذرات بنیادی، کشف ذرات بنیادی و فیزیک کوانتوم به اینجا میرسن که شما اگر بخواید فرض بکنید در زمان این رو ثابت بگیرید، مکانش رو از دست بدید، مکانش رو ثابت بگیرید، زمانش رو از دست میدید و یک عدم قطعیتی بر معلومات شما هست که شما فقط میتونید بگید مثلا یک ابر الکترونی هست دور این هسته، الکترون در این محدوده ممکن است، محتمل است باشد. و قبلا فکر میکردی من میتونم بگم الکترون دقیقا در اینجاست. بنابراین آن چیزی که ما در کوانتوم در حدی که حالا من میفهمم شاهدش بودیم این است که اون قطعیت توهمی که در ذهن انسان و در فیزیک نیوتنی بوده جای خودش رو به عدم قطعیت داده. اما عدم قطعیت معناش عدم علیت نیست. این دو تا هم ربطی به هم نداره. همون قدری فیزیک کوانتوم، همون قدری که ممکن است کسی فکر بکند خدا ناباوران رو یاری میکنه، کسانی، دانشمندانی از خود این حوزه معتقدند فیزیک کوانتوم سندهای بهتری برای خدا باوران داره. این اصلا ممکنه براتون تازگی داشته باشه. یک فیزیکدانی است برنده جایزه نوبل در حوزه فیزیک هم شده به نام ویگنر 1963. ایشون میگه که فیزیک کوانتوم ادعای علیه ماتریالیسم است. میگه کسانی که میتونید ماتریالیست با ایتیزم با همدیگه کاملا دست در دست هم. میگه اگه کسی فکر میکنه فیزیک کوانتوم پشتوانه برای ایتیزم هست، به خصوص نوع ماتریالیستیش، میگه این کاملا مسئله رو نفهمیده، متوجه نشده. تنها ایشون نیست، متخصصین دیگری اینم یکیش رو ذکر کردم که فکر نکنید صرفا فرش کنید مسلمانان یا دینداران دارن این حرف رو میزنن. مسئله خدا مسئله فلسفی است، مسئله علمی ساینتیفیک نیست. شما تو حوزه طبیعیات نمیتونید بگید ماوراء طبیعه هست یا ماوراء طبیعه نیست. فیزیک انتهاش هم برسه نهایتش میتونه بگه در محدوده طبیعی، جهان طبیعی چه چیزی هست چه چیزی نیست. تا خواستی تبیین علی بکنی، تبیین علی مسئله میشه بحث فلسفی دیگه توی فیزیکدان کاری نیستی. یعنی ببینید مسئله اساسی اینه که آقای فیزیکدان کوانتومی میاد نهایتش میگه که من نمیتوانم به شکل قطعی جای الکترون رو مشخص کنم. فرض بکنید فوتون این پدیده است و این آثار رو داره به جای خودش، فرمولش هم این است، قاعدش رو هم به شما میگه. اول اگر همش تصادفی بود شما چطور میتونید تو همین حوزه به شکل ساینتیفیک علمی رفتار بکنید؟ خب الان این قواعدی که تک تک اینها آمدن و ارائه کردن و من و شما داریم توی دانشگاه باش کار میکنیم، این قوانین جز قانونمندی همون حوزه است. اگه همش تصادف بود که نمیتونید با اساس تصادف تو قانون درست بکنید، که این قانون همون سنت های الهی است. منتها زمان جالبه، لاپلاس اسمش رو گوشتون شما خورده، لاپلاس مال دوره قطعیته. وقتی که آمد گفت که این برخورد علم قطعی برهان مستحکمی بر عدم وجود خداست. ورق برگشت، یه قرن گذشت، دو قرن گذشت، شد اصل عدم قطعیت. حالا چهار تا آدم پیدا شدن اصل عدم قطعیت برهان مستحکم بر علیه وجود خدا. حالا من که هر دوتاشون میخونم از خودم سوال میکنم بالاخره
اون جبریت و قطعیت دلیل وجود خداست یا این عدم قطعیت؟ نه اون دلیل بود، نه این دلیل است. مشکل سر این اراده آزاد انسانی است. خداشناسی اینها، این افرادی که آمدن این تفسیرهای به نظر من بسیار ضعیفو کردن، این است که اینها فی الواقع نمیتونن قدرت مطلقه خداوند رو با اراده آزاد انسان تو حوزه بشری و عدم قطعیت در حوزه طبیعی سازگار ببینن. فکر میکنه تا گفتیم عدم قطعیت، قدرت خدا زیر سوال میره. من دو تا مثال بزنم. این مسئله تو کلام اسلامی و مسیحی و جای دیگه هم هست. اگر شما برای انسان آزادی اختیار قائل باشید، یعنی اراده خدا رفته زیر سوال، یعنی قدرت خدا رفته زیر سوال. خب تفکر اشعری میگه بر جبریون معتقد هستن اگر شما میخواهید به قدرت مطلق قائل باشید، نباید به اراده آزاد انسان معتقد باشید. این همین مسئله رو، اراده آزاد انسانی رو با عدم قطعیت در حوزه ذرات، در حوزه میکروسکوپیک با هم دیگه مقایسه بکنید، میتونیم بگیم که بله، میتوان به عدم قطعیت در ذرات بنیادی قائل بود، قدرت مطلقا برای خدا قبول داشت. همچنانی که میتوان به اراده آزاد انسانی معتقد بود، قدرت مطلقه هم برای خدا قائل بود. چگونه؟ میگیم اراده خدا بر این تعلق گرفته است که انسان اختیار کند. اختیار انسان متعلق اراده خداوند است. اراده خدا بر این تعلق گرفته است که در حوزه ذرات بنیادی قطعیت، عدم قطعیت حاکم باشد. این خارج از قدرت او نیست. این حرف من تنها نیست. یعنی خود این برگردی توی ادبیات که الان تولید شده، میبینید مقالات متعددی در رابطه فیزیک کوانتوم و خداشناسی است. این در تایید خداشناسی، نه در علیه خداشناسی. و من تعجب میکنم این مطلب تو زبان فارسی بسیار کم است یا نیست. یعنی دوستان فکر میکنن یه چیزی به گوششون خورده، فکر میکنن فیزیک کوانتوم علیه وجود خداست. اصلا همچه بحثی ندارد. بحث علیت به جای خودش باقی است، اما علیت معنایش قطعیت در معرفت نیست. ما میباید این نکته مقدمه که من ابتدای عرایزم بهش پرداختم همین بود که امروز کسی که فیزیک کوانتوم بهش رسیده، میباید برخی از براهینش که پایه علمی داشته درش تجدید نظر کنه. ما امروز با فیزیک عدم قطعیت باید بریم اون حوزه رو، و وقتی میخوان نظم طبیعی رو بگیم، این نظم، این قانون هاست، این قوانین طبیعی همون نظمی است که ما دنبالش هستیم. چیزی بیشتر از این نیست. من در حد فهم خودم، که فهم زیادی هم نیست، از این حوزه به نظرم نمیاد فیزیک کوانتوم هیچ تهدیدی برای خداشناسی باشد، بلکه غیر مستقیم کمک میکند به فهم بهتر حضور خداوند. و همون که ذکر کردم، خدا از طریق سننش، قواعدش توی طبیعت هست، نه از طریق دیگه. خیلی ممنون. آقای دکتر، برای اثبات معاد دلیل عقلی داریم؟ بله، تا دلتون بخواد. چیزی حدود 10 نوع دلیل عقلی داریم. از برهان رحمت، برهان عدالت گرفته. برون دینی. برون دینی میگم. عدالت چیه؟ عدالت ربط به دین نداره. عدالت ما قبل دینیه. خب نه، فرض کردیم که خدای وجود داره. یعنی معطل معاد معطل اثبات وجود خداست؟ بله. اما معلق وحی نیست. یعنی به عبارت دیگه، شما اگه خدای قائل نباشی، یه جایی یقه ما رو گرفته بودن و آقا چرا به اصطلاح ما باید در آخرت عقاب بشیم؟ من تو که به خدا اعتقاد نداری، خدایی نیست که تو رو بخواد عقاب بکنه. حالا میخوای ببینی چرا من عقاب میکنن؟ اول خدای باید باشد، بعدش بحث پاداش یا عقاب مطرح بشود. معاد نتیجه عدالت هم که ذکر میکنیم، اگر جهان عادلانه ای باشد، ناظر عادلی به نام خداوند درش باشد، پایان جهان باید پایان نیکویی باشد و تفاوتی باشد بین بدکار و درستکار. یعنی فکر بکنید یک کسی آمده تو دنیا، هر پشت پایی که میتونسته به دستورات خداوند داده، همه ارزش‌های الهی رو نقض کرده،
ببخشید به ریش خدافندم خندیده تو دنیا، حالا چپ راست راست هم را رفته، حالا تشریف میخواد ببره آخرت، بگیم که نه شما هیچ فرقی نداری با کسی که تو دنیا این همه رنج کشیده، همون بچه که تو خشکسالی بالاخره اگه قرار این رنجا جایی نتیجه بده جاش توی آخرته. لذا این رو بهش میگن همین مسئله عدالت اقتضای آن دارد که آخرتی باشد. بحث معاد در فلسفه ما، معاد دو قسمه، یکی معاد روحانی است یکی معاد جسمانی. معاد روحانی اتفاق بحث عقلی است کاملا، یعنی هیچ ربطی به نقل نداره، نقل هم میتونه معید باشه، بعد از اینکه شما نبوت رو اثبات کردی، قرآن رو پذیرفتی، اون وقت ادله قرآنی، ادله سنت پیامبر هم میتونه کمکت باشه. اما بدون اون هم من صرفا همین که خدای رو پذیرفتم معاد پشت سرش خواهد بود و لازمه وجود خدا. لذا ببینید مبدع و معاد این نکته یا تو بسید که دوتا زوج کنار هم هستن با هم دیگه پیش میان. براهین اینها تو این معاد روحانیت، مراد از معاد روحانی یعنی این که آدم بودن ما به چیست؟ به روحمونه، به اصطلاح دینی به نفسمونه. در حد بیولوژی جدید گفته میشه که همه سلول‌های بدن انسان در حد اکثر 5 سال تغییر میکنه، یعنی سلول بدن من با 5 سال پیش یک سال نیست، اما من هستم. اون کیه که من هستم؟ یه مثال ساده هم میزنن، میگن اگر ما بریم جراح مثلا انفجار صورت بگیره و ما تک تک اعضامون جراحی مصنوعی بکنیم و عضو به خودمون پیوند بزنیم، مثل تو کسانی که دو جنگ اتفاقاتی براشون افتاده، پاش پای آریه‌ای، دستش پیوند زدن، قلبش پیوندی، کلیش پیوندی، صورتش رو چیز کردن، جراحی مصنوعی کردن، حالا مثلا این برمیگرده پیش خانوادهش، صورت چه جور دیگری شده، میگه من فلانی هستم. از کجا تو کی هست؟ من میشناختم تو نیستی. خب این رو خیجوری میگه من خودم هستم؟ خودم هستم، من کی هستم؟ اون نفس منه، اون روح منه. بعد قراره اگه آخرت من پاداش بگیرم یا عقاب ببینم، کی قراره پاداش ببینم؟ خب بدن من که خاک شد، پوسید رفت. اون خودم هستم، اون روح منه، اون نفس منه، اون هویت منو میسازه. اینو همه فلاسفه اثبات میکنن که ما آخرتی داریم و این آخرت جاییست که ما میباید نسبت به اونچه که در دنیا کردیم پاسخگو باشیم. فقط هم بحث مجازات و پاداش نیست، پاسخگو باشیم نسبت به آنچه که در این دنیا کردیم. اینجا یکی از وجه امتیازهای بسیار جدی اسلام و مسیحیت و یهودیت. من تو کلاسام نوع دانشجو مسلمان نیستن دیگه، دانشجو یا مسیحی هستن یا یهودی هستن یا آگنوستیک هستن یا ایتئیست هستن و اعلام هم میکنن، میگه مثلا من به هیچ ترادیشن قائل نیستم، من به اصطلاح آگنوستیک هستم، لاعدری هستم، یا من مسیحی هستم پرکتیس میکنم یا مثلا یهودی هستم. من اولش فکر میکردم معاد یه چیزیست که تو همه ادیان ابراهیمی اینا باور دارن. هر بار که بحث میکردم خدا رو خب میدیدیم بله با هم مشترک، اما به بحث معاد که میرسیدیم می‌دونم همه دهنا باز مونده، یه ذره حاج و واج انا خیلی براشون به اصطلاح خودشون make sense نمی‌کنه. بعد که رفتیم جلو بله دیدیم این اختصاص به خود ما داره، به این صورتی که ما داریم ذکر می‌کنیم ما مسلمونا توی ادیان دیگه این گونه نیست، منکر نیستن، اما به هیچ وجه به این برجستگی که در اسلام وجود داره نیست، به خصوص تو مسیحیت که خب اصلا قصه دیگری میشه و واقعا این رابطه عمل و فی الواقع پاداش و عقاب یه مسئله بسیار بنیادی توی اسلام. اینکه دنیا مزرعه آخرته، اینکه برخورد خداوند در آخرت تناسبی با عمل ما در دنیا داره، این سنگ اول بنای تفکر و اخلاق اسلامی. این تو ادیان دیگه اینجوری نیست. اون وقت حالا این رو داشته باشید، اون که آخر سوالتون چی بود؟ من یه ذره از هم پرید. همین بحث دلایل عقلی معاد بود. بله، در مورد این بحث، در مورد معاد جسمانی ارسان، معاد روحانی و جسمانی. در مورد معاد جسمانی، مرحوم ابن سینا آدم منصفی بوده، گفته آقا ببین فلسفه تا اینجاشو میتونه اثبات بکنه، حالی هم برای گفته تا اینجا که معاد روحانیه
فلسفه من اثبات میکنه. ماده جسمانی فلسفه نمیتونه اثبات بکنه. اما من مسلمانم، چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اسلام صلوات الله علیه این رو فرموده، من به اعتبار مسلمانیم قبول دارم، اما به اعتبار فلسفی از من سوال نکن. خیلی راحت اینو ذکر کرده. میدونی ماده جسمانی یعنی این که در قیامت یک جسمی بدن من ثواب میبیند و عقاب میبیند. خب بدن من باید بدن خلق بشه، چون بدن از بین رفته. آیا بدن دوباره ایجاد میشود؟ ظواهر برخی آیات قرآن و احادیث نشون میده که بدن هم باید باشد. و برخی فلاسفه آمدن و برای معاد جسمانی هم برهان فلسفی اقامه کردن. اینا دیگه بعد از ابن سیناست، یعنی از سهروردی مطلبی دارد، بعد از اون قیاس الدین منصور دشتکی مال شیراز و ملا صدرای شیرازی و آقا علی مدرس تهرانی که رساله دکتری من در مورد این فیلسوف متأخره. این مهمترین برهان رو بر اثبات فلسفی معاد جسمانی داره. حالا باید که بسیار این میکروسکوپی میشه وارد یه حوزه های جزئی میشه، حالا اینکه چقدر آدم بپذیره که اینها درست یا نادرسته به جای خودش، ولی بالاخره کوشش کردن که برهان عقلی هم برش اقامه بکنه. تو زبان فارسی از جمله متون خوبی که نوشته شده یه دستبنده کرده استاد فلسفه من آقای جوادی آملی توی 10 تا برهان، یادمه توی این کتابی داره به نام مبدأ و معاد، 10 مقاله پیرامون مبدأ و معاد، یک مقاله بسیار بلندش تبیین براهین 10 گانه فلسفی معاده. میتونید اونجا مراجعه بکنید و این جزء هم بلاز فلسفی خوبه زبان فارسی. خیلی ممنون. من راستش این سوالاتی که تا به حال مطرح شد، حالا به تعبیری شبهاتی است یا سوالاتی است که مطرح میشه، به نظرم حالا ارزش گفتگو داشت و نظرات شما رو خیلی ممنونیم بر صورت های حدی روشن کنم. ولی به نظرم یه سوال این وری قضیه، شما حالا فرمودید که کلی رو اثبات کردن کار سختیه، جزئی رو حالا یه بحثیه، مثال نقضم آوردن معمولا اونقدر کار سخت نیست خیلی موقع حداقل، ولی کلی رو اثبات کردن کار سختیه. ما به هر صورت روزگاری هستش که روزگار خلاصه مدرن قرن 21مه، همیشه اگه درست گفتم شمده و خلاصه خیلی براش این سواله که چرا اصلا دیندار باشیم، اصلا چرا، اصلا چه اهمیتی داره، چه فایده‌ای داره، چه چیزی رو یک کسی که دین داره نسبت به کسی که دین داره چه چیزی ازش جلوتره، و از اون طرف اونی که دین نداره چه چیزی رو داره از دست میده، چه بلایی قراره او بیاد اگر که او تصمیم بگیره که اصلا بی دین باقی بمونه و به دین کاری به کار دین نداشته باشه، بایستی که بترسه که میخواد بره جهنم یا بترسه که برای این دنیاش مشکلی پیش میاد یا اینکه اتفاق دیگه ای قراره بیفته، با علم به اینکه همه این پیچیدگی‌هایی که بحث دینداری خودش داره، یعنی مسائل و اختلاف نظری که بین عالمان دینی و همه مواردی که وجود داره. من الان می‌خوام وارد این بحث بشیم، یه بخش از این صحبت به خصوص بحث احکام و اینا احتمالاً بیفته برای جلسه فردا بعد از ظهر، ولی سوال اینجوری آغاز می‌کنیم: هدف و غایت دینداری و خدا باوری در زندگی از دیدگاه اسلام چیست؟ مثلا می‌خوای به کجا برسی؟ دو جور میشه زندگی کرد، بشه به خلاصه خدا باورانه، خدا ناباورانه. من منکر امکان اون زندگی نیستم، مثلا شما خودتون هم اطرافتون میبینید یه عده‌ای آنگونه زندگی میکنند که گویی خدایی نیست، یا به زبان نیچه خدا مرده است، مثلا خب به بی خدا زندگی میکنند. پیشرفت‌های تکنولوژی و علمی هم حدود فراوانی کمک کرده به این که قابلیت‌های انسان با قابلیت‌های انسان امروز با قابلیت‌های انسان گذشته خیلی فرق می‌کنه. تو یه متنی من از خواجه نصیرالدین طوسی می‌خوندم در کتاب تلخیص المحصل که متنش مال فخرالدین رازی و تلخیص یا شرحش مال خواجه نصیرالدین طوسی. می‌دونید ایشون یکی از ریاضیدان‌ها، فلاسفه و علمای بزرگ ایرانیه، مال خراسان توسه. و اونجا توی بحث نبوت که میرسه
میگه ما به چه دلیل به نبوت احتیاج داریم، وجه دیگری به همین که چرا دین احتیاج داریم. بعد شروع میکنه مواردی رو میگه. من برای شما میگم مثلا میگه این فواید دینداری یا نبوت یا پیامبران گذشته این برکات رو برای انسان داشتن، ما این چیزها رو استفاده کرد. از کشتی سازی میگه، زره سازی میگه، چون طبق روایاتی مثلا هر کدوم اینا به یه پیغمبر میرسه، مثلا زره به حضرت داوود میرسه، کشتی به حضرت نوح میرسه و ها کزا الاخر، زراعت به یکیشون میگه. خب من نگاه میکردم میدیدم که انصاف مطلب میده که ما الان احتمالا کشتیمون خیلی بهتر از دوران حضرت نوح میسازیم، زرهمون هم خیلی بهتر از دوران حضرت زره اصلا احتیاج نداریم، اون جایی که احتیاج داریم از دوران حضرت داوود میسازیم. یا اینکه در مورد طب، شما این کتابای مثلا طب و نبی و طب و رضا و طب و صادق و فکر میکنید مثلا کسی الان آیا به دلیل طبی میره سراغ دین؟ مثلا سرش که درد میکنه میگه که تو دید تو حاشیه مفاتی مثلا دندون که درد میکنه این دعا رو بخونم، دل که درد میگیره اون یکی رو بخون. اصلا خود اون علماها مراجع هم، علما و مراجع هم خودشون اگه یه اتفاقا براشون بیفته میرن اون دعا رو میخونن یا خوبشن میرن دکتر. امروز کسی به دین نگاه اینجور موارد رو نداره، یعنی بسیاری از این امور حداقل دیگه دورانش گذشته، تلقی صحیحی نبوده. خب سوال ما اینه که برای دین چی مونده؟ مثل اینکه برای الان این سوال فقط برای دین نیست، برای فلسفه هم هست. برای فلسفه قبلا همه علوم جزءش بوده، ولی الان فقط برای فلسفه چی مونده؟ متافیزیک مونده دیگه هیچ، نه فیزیک جزء فلسفه است، نه طبیعیات، نه ریاضیات، همه اینا رفتن جدا شدن، خیلی هم بزرگ شدن قد خود فلسفه شدن. یک رویکردی که بیشتر توی علمای ما مشاهده میشه میتونم بگم رویکرد حقوقی به دین. اینها نیاز رو که به دین رو میخوان تصویر بکنن، میگه که جامعه نیاز به قانون دارد، این قانون باید معصوم باشد، قانونگذارش هم باید معصوم باشد و این رو باید خدا بفرسته، اون بهتر میدونه، انسان رو میشناسه و اون میباید قانون رو بریزه و در نتیجه اون باید قانونگذار رو هم بفرسته و اون میشه پیغمبر. یعنی به عبارت دیگر نیاز به نبوت، نیاز به دین با تشریع، شریعت، قانون، حکم فقهی همراه میشه. اینو فقط فقها هم نگفتن. جالبه که توی مثلا میدونید توی مثلا حکمای ما، فلاسفه ما، ابن سینا خیلی آدم بزرگیه. ابن سینا کسیه که هم به لحاظ طب هم به لحاظ فلسفه و منطق یه چهره چند قرن توی دانشگاه‌های دنیا حکومت کرده، حکومت علمی کرده، یعنی کتاباش تکست بوده، درس میدادن به زبانهای مختلف تا قرن 17 میلادی. الان ترجمه کتاباش هست که متن درسی بوده. حالا همچو کسی وقتی میرسه در مقاله دهم الهیات شفا، وقتی میخواد وجه نیاز به پیغمبر رو توضیح بده، وجه حقوقیه. میگه ما اگر پیامبران نباشه به نزاع دوچار میشیم. نزاع احتیاج به رفع نزاع، احتیاج به قانون داره، احتیاج به قانون گذار داره، نتیجهش میشه پیغمبر. این مطلب تقریبا میشه گفت بقیه علما در حدی که من تفحص کردم ادامه داره. خب همین تفکر بوده که بعداً به بحث ولایت فقیه هم میرسه. یعنی میگه وقتی پیغمبر نیست خب باید یه امامی باشه، وقتی امام هم نیست باید فقیه باشه. دقیقاً تلقی شد. اصل مطلب رو بخواید دنبال بکنید، نیاز به قانون و نیاز به قانونگذار خاصه. حالا قانونگذار خاص از پیغمبر، امام، تا بعد میرسه فقیه یا شبیه به این رو ما داریم. حالا واقعا نیاز وجه نیاز ما نیاز قانونیه بدین؟ و حالا در نظر بگیریم بسیاری از بخش تشریعات که حالا جلسه دیگه قراره بهش بپردازیم، آیا دینداری ما، یعنی ما الان میگیم مسلمانیم به خاطر مثلا چه میدونم احکام جزایی در اسلامه؟ یعنی مثلا اگر دست دوست بد نشود دیگه ما مسلمان نیستیم؟ راستش هم به شما بگم اینا الان توی ادبیات انگلیسی وقتی میخواد بگه قانون شریعت اجرا میشود، اولین نکته که در قانون شریعت اجرا میشود یعنی قطع ید و
سنگسار رو فرض بکنید تازیانه، این میشه قانون شریعت. یعنی اگه ما اینا رو لغو بکنیم دیگه شریعت رفت و فقط تو همین سه تا کشوری که اینا رو دارن اجرا میکنن اینها مثلا قانون شریعت رو دارن رعایت میکنن. خب نه، به نظر بنده اصلا دینداری و خصوصا اسلام تلازمی با قانون به معنای حکم حقوقی و اجرایی ندارد. دین برای یه امر بزرگتری آمده و اون امر بزرگتر حالا ما بخوام دنبالش باشیم. تو برخی از نوشته ها و سخنرانی ها من به این اشاره کردم که آن چیزی که دین به خاطر اون آمده و این رو هیچ جای دیگر هم نمیتونه تأمین بکنه، یعنی این رو نمیشه توی اخلاق دنبال کرد. حالا میگم دین بالاترین ضامن اخلاق هم اجرای اخلاق بوده در طول تاریخ. لزوماً عین این مطلب رو نمیشود در عرفان‌های غیر دینی هم دنبال کرد، با اینکه ادیان تغذیه کنندگان بزرگترین تغذیه کنندگان عرفان و تصوف بودن حداقل تو جوامع ما. اولین مسئله اینه که دین به ما یک جهان بینی میدهد، یک بینشی میدهد ماورای طبیعت. یعنی اگر فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی به ما شناخت طبیعی میدهد که جای خودش بسیار عالی است، ما احتیاج به یک چیزی هم داریم که به ما شناخت ماورای طبیعی بدهد. خدا خودش موجود متعال، ما نیاز دین بالاترین کار کردش معرفت امر متعالی است. نفس ما، روح ما، جان ما که آدمیت ما به آن است، ما با شناخت و معرفت اون متعالی راه میابیم، بزرگ میشویم. یکی از زیباترین بخش‌های دین و مذهب ما، هر دوتا رو میگم، این بخش دعاهای ماست و این دعاها یکی از چشمه‌های زیبایی ماست که ما رو با اون متعالی متکی میکنه، متصل میکنه. این ماه که ماه شعبان هست، مناجات شعبانیه یکی از زیباترین معارف دینی است که من توی مذاهب دیگر اسلامی با تحقیقم دارم عرض میکنم معادلش ندیدم. یعنی شما مسلمانید به خاطر اینکه میخواهید لیس کمثله شیء را بشناسید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را بشناسید، آیات انتهایی سوره 8 رو بشناسید. یعنی بزرگی خدا اینها چیزی نیست که ما فکر کنیم خدا رو فقط به عنوان شارع در نظر بگیریم یا خدا رو به عنوان خالق در نظر بگیریم. اگر خدا رو آنچنان که هست و توان ما اجازه میدهد بشناسیم، چنان عاشق میشویم که دیگر هیچ چیزی به نظر ما نمی آید. کارکرد اول دین شناخت امر متعالی است و در این شناخت امر متعالی کدام رشته میتواند به شما کمک بکنه؟ کدام رشته میتونه جایش رو بنشینه؟ نهایتش بخشی از عرفان، تازه اون عرفان هم تغذیه کننده از امر دین است. یعنی اون عرفانی که تو این زمینه مشترک است و شناخت امر متعالی کاملا سر سفره دین نشسته و تغذیه کرده. بنابراین کارکرد اول دین شناخت امر متعالی است. در ذیل این چیز دیگری که قرار میگیره اینه که ما مثلا خدا توی قرآن به ابراهیم میگه ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به تو نشون دادیم، ما لاهوت رو نشون دادیم. جهان فقط به این ناسوت یعنی به عالم شهادت منحصر نمیشود، چیزی به نام عالم غیب هم داریم. اگر اصلا دینداری ما زمانی شروع می شود الذین یؤمنون بالغیب، این یؤمنون بالغیب، غیب یعنی آن چیزی که دیدنی نیست، آن چیزی که شنیدنی نیست، آن چیزی که لمس کردنی نیست، آن چیزی که مادی نیست. دینداری با این شروع میشه. اصلا نه بحثی به حقوق ربطی به حقوق داره، نه ربطی به قانون داره. مهم این است که من این امر غیب را به رسمیت بشناسم، یعنی ماورای طبیعت، که اون امر متعالی هم باز تو همین حوزه قرار دارد. کدام رشته، کدام علم میتواند به ما عالم غیر شهادت رو معرفی بکند؟ و نسبت عالم غیب به عالم شهادت مثل نسبت جهان رحم مادر است به خارج.
بچه وقتی به دنیا میاد تو شکم مادره، جهانش رحم مادر است. دنیایی که خارج میشه ببین چقدر بزرگتره. غیب هم نسبتش به شهادت مثل جهان خارج از مادر به رحم مادر است. تفاوتش این مقدار است. این کار کردم کار کرده دوم دین است. کار کرده سوم دین، دین ضامن اخلاق است. من نمیگم مبدع اخلاق، ضامن اخلاق. یعنی شما ببینید اغلب آدمیان میشه بسیار از احکام اخلاقی، احکام اخلاقی دزدی بده است، راستگویی خوب است، امانتداری خوب است، جوانمردی خوب است، این ربطی نداره تو دین داشته باشه دین نداشته باشه. عدالت درست است، اینا هیچ ربطی به اسلام ندارد، اینا ما قبل دین است. ما اینا رو همه جای خودش اثبات کردیم. اما انصافا به توده مردم اگه مراجعه بکنیم چه باعث شده است و چه باعث می شود که به این احکام اخلاقی توجه بیشتری کنند؟ در طول تاریخ ادیان بزرگترین تأمین کننده اخلاق بودند. حالا ظاهر سازی هم داریم، نفاق هم داریم، ریا هم داریم، اینها هم فی‌الواقع به واسطه سوء تعبیر ادیان ایجاد شدن، این من انکار نمی کنم. اما در مجموع ادیان مهمترین ضامن اخلاق هستن. یعنی من اگر بیدین باشم وقتی میخوام ارزش اخلاقی رو به کار ببرم میگم چون این کار درست است من باید انجام بدم، و غالب اوقات نفس اماره من رو فریب میده و من به دلیل اینکه خدا دوست می‌دارد یا خدا در آخرت قرار است منو ارزیابی بکند فعل رو انجام میدم، نه به دلیل اینکه درست است. عملی بخوام نگاه بکنیم اون قصه آخرت اینجا خودش رو نشون میده. اینم نکته سومش، دین ضامن اجرای موازین اخلاقی است، بالاترین ضامن است. نکته چهارم، بحث مناسک است. من نرفتم توی حقوقا، آوردم تو مناسک. مناسک یعنی عبادات، یعنی رابطه انسان و خداوند. اگر قرار از خدایی باشد که توی اون اولی وجود متعال رو گفتیم، غیبی باشد، دامن اخلاقی هم باشد، اون وقت مناسکی مطرح می شود. این مناسک تنها از حوزه دین میتونیم تشخیص بدیم. من اگر دیندار نباشم از کجا بتونم تشخیص بدم؟ برای اینکه انسان خوبی بشوم، غیر از اینکه میباید با مردم اخلاقی رفتار بکنم، میباید با خدای خودم هم عابدانه رفتار کنم، عبادت بیام بورزم، مناسکی رو انجام بدم در طول زندگی. خب این مناسک منبع وحیدش، تنها منبعش دین است. من تو هیچ رشته‌ای نمیتونم برم پیدا بکنم که چه مناسکی رو میباید انجام بدم. یه چیزایی هم داریم شبه مناسک. یه شبه مناسک مثلا آدابی در خوردنی ها و آشامیدنی ها، در روابط جنسی، اینها هم همه حوزه دین است. این که فرض بکنیم امروز میگه که آقا علم اثبات میکند که مثلا در مشروب الکلی این فواید هست، بله قرآن خودش میگه فیها منافع، نگفته انکار نکرده، من میگه نخور. دینداری من در حوزه عمل این میشه که باید دور اینا رو خط بکشم. در حوزه امور جنسی هم برای من آدابی قرار داده، ضوابطی قرار داده، دینداری من با توی اون موارد هم مشخص میشه. هاکذا برخی مواردش هم اوفو بالعقود که قرار هم به قراردادها عمل بکنید، خب یه امر عقلی است، دین هم اومده ارشاد کرده ما رو، تایید کرده که ما میباید قراردادها اون رو رعایت بکنیم. میدونید اصلا علم حقوق مبتنی بر قرارداد اجتماعی و دین یه قرارداد رو به رسمیت شناخت. خلاصه من چهار تا نکته اساسی در کارکرد دین ذکر کردم. هیچ کدومش هم بحث حقوقی نبود. تو این مباحث دیگه هم نرفتیم. شناخت امر متعالی است که این راه عاشق شدن است و اگر انسان او را بشناسد مسئله اصلا جانش دیگر می‌شود. شناخت جهان‌های دیگر است. باز به امر شناخت ذکر کردیم. ضمانت اجرای اخلاق است. و چهارمش هم امر مناسک و شبه مناسک است. این کارهایی است که دین میتونه، وقت نتیجه این سبک زندگی مؤمنان است. و سبک زندگی مؤمنان هم معرفت متفاوتی دارد، هم کنش متفاوتی. کنش مؤمن، فعل مؤمن، فعل اخلاقی است. اما فقط اخلاقی اون که غیر اخلاقی، یک فرد سکولار هم میتواند اخلاقی باشد، منکر او نیستم.
اما مؤمنانه بودن لازمش عادلانه بودن، لازمش اخلاقی بودن، لازمش عقلانی بودن و لازمش اینه که پذیرفتن کارکردهای برتر در امور با این چارچوبه که در اوپر شمردن. حالا با این وجه بنده فکر میکنم دینداری، خداباوری تومعنینه به من میده، امیدی در زندگی به من میده که هرگز یک غیر دیندار نداره و این بالاترین جاش لحظه مرگ. این شطور در خانه هممون میخوابه. شما هر کدامتون بالاخره عزیزی آدم سنش از زیاد شده، به هر دلیل از دنیا رفته، لحظه مرگش که رسید اونجا چیزهایی که داریم ذکر میکنیم بیدین هم باشی اونجا بالاخره متوجه میشی که آخرتی هست. یعنی جایی که یکی از بهترین جاهایی که خداشناسی امکانش هست و چشم آدم باز میشه الیوم بسرکل حدید، اون روز چشم تیزه، همه چی درست میبینی، البته تو آخرته، از دنیا شروع میشه تا به آخرت برسه. آخرت و مرگ چشمه خداشناسی است. منتها غیر مؤمنان در غفلتن تا لحظه مرگ. مؤمن کسی است که قبل از مرگ هم خدا را میبینن. همه آدمیان خدا را میبینن، همه آدمیان به ملاقات خدا میرون، اما برخی در دنیا هم خدا را ملاقات میکنن. مؤمن یعنی قبل از مرگ خدا را یافتن. امیدوارم ما جز دسته باشیم. خب آقای دکتر، به نظر شما ببینید بحث خالات، من یه سوال کوچیک مونده توی این مجموعه که به سلام از دوستان بیشتر جمع کردن، بحث عاقبت غیر متدینین به خصوص غیر مسلمان هاست. یعنی ما خب میگیم دین هدفش یه همچین بحثی، هدف از دین داره اینه. خب یه مسئله‌ای که خب وجود داره اینه که از یک طرف خب ما می‌بینیم که ادیان مختلفی وجود داره و افراد، حالا فرض بفرمایید بگیم آقا طرف با حسن نیتش، بعد بر اساس امکانی که براش وجود داشت اون دینی که فکر می‌کرد از همه بهتره انتخاب کرد. خب اینجا ما می‌بینیم یک مجموعه‌ای از واقعیت خارجی اینه که یک مجموعه‌ای از گروه‌هایی رو داریم که همه خودشون رو متدین می‌دونن ولی هر کی برای خودش یه دین متفاوتی رو داره از بقیه. قاعدتا احتمالاً اکثر این گروه ها دارن اون بهره کامل رو از دین نمیبرن، ولی سوالی که مطرحه اینه که حالا یه عده هستن که اصلا دیندار خودشون رو نمیدونن اما سعی میکنن اخلاقی عمل بکنن. حالا میگیم اصول اخلاقی به صورت عقلی قابل تشخیص است، لااقل همشون اگر نه بسیارشون این دورن. سوال اینجاست که چه اتفاقی میفته برای کسی که مسلمان نیست؟ حالا ما موضوعمون مسلمانیه، ما مدافع اسلام، میگه من یک کسی مسلمان نبود یا به آداب مسلمانی به اصطلاح زندگی نکرد بر اساس آداب مسلمانی، این چه اتفاقی براش میفته؟ توی چهار پنج موردی که اشاره کردم، اگر کسی موجود متعالی را خداوند باشه، شناخته باشه، بعد به جهانهای غیب هم به جهانهای دیگر هم باور داشته باشه، اخلاقی هم زندگی بکنه، بعد به آیین خودش حتی غیر اسلام هم مؤمن باشه، من هیچ کلمه اسلام رو به کار نبردم، دلیل من ندارم که این عاقبت بدی داشته باشه. اون نهایتش فرض بکنید اگر چیز اندکی در مناسک باشه، مناسک رو به جا نیاورده، بسیار از برکات اون مناسک بی بهره میشه، اما این مناسک در کنار اون کارکردهای اصلی دین که خداوند باشه، که غیب باشه، که اخلاق باشه، این اصل اصلی نیست. قرآن هم حداقل در دو جا ذکر میکنه که اسمم میبره، چهار گروه رو ذکر میکنن که میگه الذین آمنوا یعنی مؤمنان یعنی مسلمانان، والذین هادوا یعنی یهودیان، و نصارا یعنی مسیحیان، و صابئون یا صابئین، دو جا اینم یه گروه دیگری هستن، حالا پیروان یحیی یا افراد دیگه. اینهایی که ایمان به خدا آوردن، ایمان به آخرت دارن و عمل صالح انجام میدن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی قرآن ما این نگفته که انحصاراً نجات اخروی متعلق به کسانی است که
مشخصاً پیرو پیامبر اسلام هستن. هر کسی که این سه اصل رو داشته باشه، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. ایمان به خدا انحصاری به اسلام ندارد، ایمان به آخرت انحصاری به اسلام ندارد، عمل صالح هم انحصاری به اسلام ندارد. مسلمان ها هم اگر این ستر داشته باشن مشمول رحمت خداوند میشن. حالا ما ممکنه بگیم که بله، عمل صالح در مکتب پیامبر بهتر شناخته میشود، عمل صالح کاملتر است، یا شناخت خدا و آخرت در اسلام کاملتر از دیگر ادیان انجام میگیرد. اما کاملتر معناش این است که دیگرانی هم میتوانند کامل باشند. کامل داریم و کاملتر معناش این است که دیگران هیچ، صفر، ما صد. مقدری که من میفهمم این که میشه میگیم که ما در حوزه سالویشن، در حوزه نجات اخروی اکسکلوسیویست نیستیم، یعنی ما انحصارگرا نیستیم، نمیگیم صرفاً ما. برم به شما بگم متاسفانه امروز اکثر دینداران دنیا انحصارگرا هستن. یعنی یهودیا میگه فقط ما رستگار میشویم، هیچ تعارف هم نداره. کاتولیک ها حتی میگه پروتستان ها هم نه، فقط کسانی که پیرو پاپ هستند، خارج از اون نه. پروتستان ها میگه اون کسی که تابع کلیسای انجلیکان هست، اون کسی که تابع این کلیسا هست، نه اون کلیسای دیگر. بیایی تو مسلمان ها میگه که فرقه ناجیه فقط اهل سنت هستن، اهل سنت و الجماعه. یه شیعه میگه فرقه ناجیه فقط اهل بیت هستن، پیروان اهل بیت هستن. خب هر کسی کل حزب به ما لدهی هم فره هم. همه ما داریم میگه ما این همونی که میریم بهش، بهش فقط خدا، ما عزیز کرده خدا هستیم. خدا به ما، خب یهودیات و قرآنی رو گفته، میگه نحن ابناء الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. یعنی راست میگید، تمنون الموت، لطفا تقاضای مرگ بکنید که بیاد پیش من، چون فقط شما میاد پیش من، بقیه که نمیان توی بهشت. من خب پیش که خبرها که نیست که خدا به اصطلاح ما به لیبل کسی رو نمیبرد بهش. بچسبونیم پیش سرمون مسلمانیم، شیعه هستیم، اله هستیم، دله هستیم، خدا هیچ نگاه به اینا نمی کند، به دل ما نگاه می کند. این دل مؤمن است، عمل صالحی تحصیل کرده یا نکرده، هر چه می خواهی باش. این قدر است که می فکر فعلا جای خدا هم ننشستیم. خدای ما هم حکیم است، هم عادل است. در قیامت خودش می داند که با مسلمان و غیر مسلمان چگونه رفتار بکند. این نحوه که الان بحثش دارن می کنند، یه عده می خواهند همه رو به بهشت ببرن و دنیا رو جهنم میکنن به بهانه‌ای که میخواهند به بهشت برون. کلیسای قرون وسطا هم همین کارا رو کرد. آخرش شد سلطه دین از اروپا برداشته شد. الان ما باید از این فکرا بیایم بیرون و مشخصا بگیم که سعادت اخروی در گرو این اصل قرآنی است. اسلام هم بکنم جلسه دیگه هم خدمتون گفتم، اسلام در قرآن کریم عنوان عام تسلیم خداوند بودن است، نه لزوما اسلام یعنی پیرو محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. اول مسلم قرآنی ابراهیم خلیل الرحمن است. اولین کسی که خودش را مسلمان نامید ابراهیم است. نمیشه بگیم ابراهیم پیرو پیغمبر اسلام بوده. که اسلام به دو معنا دارد، یکی تسلیم خداوند بودن است، برای همین به زبان قرآن موسی مسلمان بود، عیسی مسلمان بود، ابراهیم مسلمان بود، محمد هم مسلمان بود. هر کسی که پیرو خدا و مؤمن به آخرت و عامل به عمل صالح باشد مسلمان است. بله، ما معتقد هستیم که اگر میخواهید مسلمان کاملی باشید باید تعالیم پیامبر اسلام رو به اصطلاح سر لوحه عمل خودتون قرار بده. اما معناش این نیست که بقیه همه باطل هستن. حالا کی بالاتر و کی پایین تر هم هست خدا خودش میداند، ما نمیخواد اینجا براش تحقیق بکنم. فکر میکنم با این بیان دیگه راحت با دیگران هم بتونیم رفت. شاید ممکنه زنگ تفریق کوتاه بود. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. ما حالا از این خواسته یه متوقف بکنیم. ما دوستان سوال رو پخش کردیم. بله بله. ما
ما همینجور نگه میداریم بحثو، چون حالا یه نقطه خوبی هم رسید، چون بحث جلسه بعد. بنابراین من خیلی تشکر میکنم و فکر کنم بحث دوممون یه مقدار چالشی تر باشه، ولی انشالله دوستان جلسه استفاده کردن و از شما خیلی ممنونیم و تشکر.